میکنم خدمت شما هموطنان عزیز در سراسر جهان. خوشحال هستیم بار دیگر در برنامه Thursday Night Fever و یا تب پنجشنبه شب در خدمت شما هستیم. برنامه قشنگی برای شما تدارک دیدیم امشب. شما آماده هستیم؟ برنامه باحال. بله، شهر گلندل Stars on Brand بسیار بسیار دوستان اومدن و حال کنن. خب تپش تلویزیون Brand in Glendale, California presents Thursday Night Fever. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Live from Los Angeles, here's your host, Ali Reza Ali Rasavi. خوش آمدید به شبی دیگر با تب پنجشنبه شب یا Thursday Night Fever. خوشحال هستیم که میهماندار شما هستیم در سراسر جهان و عزیزانی که هر هفته به دیدن ما در Stars of Brand در گلندل کالیفرنیا میایید. بسیار خوشحالم، مرسی از همتون. چه جالبه، باور نمی‌کنید ماها اصلا این عشق و عرق ایرانی بودن در تمام ماها وجود داره و همه ماها این عاشق ایرانیم. غیر از این هست نیست. من دیشب داشتم ESPN نگاه میکردم، بعد یه نفری رو گفتن این الان قراره بیاد یه خبرنگاری صحبت کنه. نگاه کردم دیدم اسمش با زد بود، زد اچ او یو بی آی ان، و بعد فامیلش یه جورایی مهنتای همچی چیزایی بود. خوشحال شدم، گفتم ایرانیه، ایرانی رفته تو ESPN و ایرانیه. برگردوندم با این دایرکت‌تی‌وی، تصویر رو بردم عقب که چک کنم بگم این رفیقمون ایرانیه، عکس بگیرم. به خودمون ببالیم دیگه، ایرانی هستش. عکس گرفتم، گوگلش کردم، هندی بود. باور نکردم ژوبین ایرانیه. مگه میشه ژوبین هندی باشه؟ ژوبین ایرانیه. بعد منو برد به عقب. ماها اصلا عاشق مسئله هستیم. شکیرا ایرانیه. بعد یعنی ایرانی نیستش ولی ما میگیم ایرانیه، چون این قانونشه، چون شکیراست ایرانیه. و تازه اگر توی اینستاگرام شکیرا برید، به اندازه که شکیرا از ما ایرانی ها به خاطر که تیم ایران روبروی اسپانیا مثلا قرار گرفته فوش میخوره، هیچ کسی دیگه فوشش نمیده. برای همینم اصلا شما نگاه کنید باور میکنید که شکیرا هم ایرانیه. یه مدتی اصلا صحبتی بودش که شکیرا ایرانیه. بریم عقبتر. فردی مرکوری را کیا یادشونه؟ فردی مرکوری همه یادشونه، گروه کوین. آره یادتون میاد دیگه، I want to ride my bicycle. آره دوست دارم دوچرخه‌مو سوار شم. فکر کنم مثلا شعرهای انگلیسی هایی بخواییم فارسی ترجمهش کنیم. فردی مرکوری یه مدت طولانی بودم بابا این اسمش فریدونه و باور کنید و این فریدونه و این ایرانیه و همه صحبت هستی میکردم. من خودم انگلیس زدی میکردم، همه گفتن ایرانیه، فردی مرکوری ایرانیه و ببینید چه صدایی داره و چه خواننده خوبیه. اصلا نگاش بکنی یه جورایی سیبیلش و اینا اصلا شبیه خدا بیامرز فریدون فرخزاده. و این مسئله ادامه داشتش، صحبت شد، بعد گفتن که متاسفانه فردی مریضه. گفتن چه بیماری داره و اینا، گفتن متاسفانه فردی ایدز گرفته. تو ایرانی نیست، ایرانی نیست، به هیچ عنوان فردی مرکوری ایرانی نیست. فردی مرکوری رو نگاه کنید، چک کنید، فردی مرکوری هندیه، هندی پارسیه. فردی مرکوری هیچ ربطی به ما ایرانی ها هم نداره. این قصه ما هاست. یعنی اگر نگاه کنید خیلی های مسئله وجود داره. یه قصه دیگه یادش بخیر، دوست بسیار نازنینم، امیدوارم که همیشه روح شاد باشه، بیژن پاکزاد.
یه کسی من دیگه آقا یه داستان شنیدم خیلی حال کردم. گفتم چه داستانی؟ بیژن پاکزاد به خاطری که بهش ایران به این یارو خواننده عربه ننسی اجرم بهش به ایرانی ها توهین کرده رفته تمام بلیط های کنسرتش خریده. خب گفت بعد رفته اونجا با سگاش نشسته، اسم سگاش یکیش موکا بود و اینشم چاکله، با سگاش نشسته و کنسرت دیده. ننسی اومده تو سالن دیده همه صندلی ها خالیه و ایناست و گفته تو بعد برای من و سگای من بخونی. دمش کرد. گفتم بابا به خدا هم چیکاری نکرده. این نه شما نمیدونید، ما میدونیم این کاری کرده. گفتم آقا نکرده، همچی داستانی نشده، نکرده. ما ها این داستان ایرانی بودنمون اصلا گاهی وقتا کار دستمون میده، این اصلا مشخصه، ولی با ما ها هست دیگه، این قسمتی از زندگی ما هست. ما هر کسی که یه خورده کارش درست باشه ایرانیه، یه ذره برخلاف میلون باشه ایرانی نیست. امیر قاسمی آقا از اون آدم هست. یعنی اصلا این امیر قاسمی رو شما نگاش میکنی اصلا معلوم ازش، از اون هست. اقلا راحت نگاه کنید پول 7-8-10 نفر از خواننده ها رو خورده. اگر بهش نگاه کنید اصلا این نگرانید اصلا صبح تا شب اگر بهش توجه کنید تو چشماش نگاه کنید اصلا باور نکردنیه. این مشخص ازش نماینده است، اصلا نماینده است، نماینده است، فقط کروات میزنه. و الا مگه میشد بره یک کسی با تیب کشتی وسط زمین کشتی؟ مگه میشه رفت بغل این هالتر زنا بغل اونها وایستاد با اونها عکس گرفت؟ نماینده است. بعد میگن که خب من رو بر میگردونه به یه روزی یادم یاد رفته بودم رستوران شمشیری با سیاوش شمس، دوتایمون 19 سالمون بود، آلبوم همسایه ها در اومده بود، رفتیم اونجا نشستیم صحبت میکردن که یه میز بغل دستمون بود، طرف میگفت آقا من سیاوش میشناسم، با من هم مدرسه بود، یونی های میرفت، یهودیه، ما هم من سیاوش هم داشتیم غذا میخوردیم، هی نگاه کردیم بگیم آقا ما این اینجاست، نه یهودی هم نیستش، این بچه اهوازه، اصلا به اینجا ربطی نداره، سن دیگو دبیرستان میرفته. بعد بگو آره از اون دختر بازا هم هست، اصلا من میدونم، دو سه بارم دوستای من باش دعوا شروع شده. این داستان ادامه داشت، ما نتونستم جلوی خودمونو بگیریم، یعنی من نتونستم، گفتم آقا این خود سیاوشه، به خدا اینطور نیستش. داستان منم هم همینه، داستان منم هم اینه که هنوز کسی ما رو ندیده، همیشه ما دوست داریم قضاوت کنیم، تا زمانی که طرف رو باش آشنا نیستیم قضاوتش میکنیم، زمانی که باش آشنا میشیم اگر خوب باشه و به نفعمون کلی ازش تعریف میکنه و یک شبه عوض میشیم، اگر باهاش حال نکنیم یا یه وقت خدایی نکرده خواهرمون یا دوست دخترمون تو تلویزیون ببینن و بیان طرف چه خوشتیپه، این بدبخت بیچاره تا آخر عمرش کلاه بردار و نامرد و نالوتی و چشنا پاکه. برای همین حالا از ما که بگذره، ما که از این حرفا نیست و نداریم، من منظورم حسین مجیده که تو رو خدا یه وقت درباره اون از این حرفا نزد. امروز داشتم دی جی نازنینمون رو نگاه می‌کردم، این دی جی خوشگل ما ایراق، بیا اینجا، بیا اینجا بشین، من نمیشه رد نمیشه، متاسفانه ما دی جیمون کوهستمون همه اینها رو با هم دیگه بذارم توی تایتانیک، خود تایتانیک میره پایین، نیاز به سوراخ کردن نداره. این دی جی ما امروز داشتم ساعت دستیش رو نگاه می‌کردم، دیدم ساعت دیواری بسته دستش، گفتم واسه این هیکر لازمم داره، ولی به افتخار دو دست بزنید، هیچ وقت در بارش من حرف نزدم. این سیومین هفته هستش که ما دورم داریم. مرسی به افتخار آقای امیرقاسمی. مرسی. امشب هنرمندان عزیزی با ما هستن و امشب شب دیدنی خواهد بود. امشب با ما فرامرز آسه، امشب آربی، امشب سلمان محمدی و امشب هارون ماریان و سمی فلش، با ما همراه باشید.
برنامه ما یکی از هنرمندان عزیزیه که سالهاست باش دوست هستم، یکی از قهرمانان کشورمون محسوب میشه، یکی از هنرمندانی که 33 سال تو کار هنری است و میخونه و از شروع کارش متفاوت بوده، سبک خودشو داشته، استایل خودشو داشته و همچنان هم یکی از کسانی هستش که زمانی که روی صحنه میره صحنه رو فتح میکنه و همانندی نداره. خانم ها آقایان، فرامرز آصف. بند زیبایی. مرسی، خیلی متشکر. چه شیک پوشیدی شما امشب. Natural born killer. Natural born killer. Good job. تکون بخوری جلو علیرضا اگه کم بیاری کیش اومد یا ناک اوت. باید مواظب باشی. داج میکنی. خوبی فرام. داج کردم. باز منظور داری. داج کردم. اشکال نداره. منو فرامرز، من فرامرز رو، یعنی اکثر ماهایی که با فرامرز دوست قدیمی هستیم فرامرز رو به نام فرا صداش میکنیم و خب اینم جزوی از روابط سالیان ساله. اولا مرسی که تولد خوبی گرفتی و خودت نگرفتی، خانومت گرفت و خودت خبر نداشتی و اومدی و سورپرایز شدی. بسیار بسیار خوش گذشت. بسیار خوش گذشت. در موردش صحبت بکنیم. آره. تایتال ها رو تیکه تیکه بگو که من بعد بپردازم به بقیه داستان. اینکه دوربین، نزدیک بینه یا خوشگل بینه؟ وسط بینه. اگه بذاریم به چشتون سرتون گیج میره. سر من گیج. نه منم دارم ولی من پررویم، نمیذارم چشم همینطوری میبینم ولی اینو بذارم دیگه اصلا ایستمن کاله رنگی میبینم. خانم آقایم به زبون فرانسوی گفتم من با گذران زمان دارم میجنگم. بله. سخت میجنگم. آره سخت میجنگم. خوب هستی؟ خیلی خوب. همه چی خوب؟ زیر چتر یه خونه با یک فامیلی خوب، یه خانم خوب، بچه ها خوب، سالم، دوستان خوب و یه لقمه موزیک دارم زندگی میکنم. یه داستان جالبه. چند شب پیش یا چند هفته پیش بگم مهمان یلدا آصف بودیم برای تولد فرامرز. بعد رفته بودیم اونجا، یلدا ازم خواسته بود که درباره فرامرز صحبت کنم. یه بخشی که شاید خیلی از شماها ندونید اونم اینه که یکی از کسایی که باعث آشنایی فرامرز با یلدا شد من بودم و اونجا خیلی با جست اومدم. اگه اینا مثلا با هم یه مشکل داشتن ما اصلا من به من چه مربوطه، من چی کاره بودم. ولی اصلا چون اینطور نبودش، ما کنسرت در لاس وگاس داشتیم، یلدا از استرالیا آمده بود، فرامرز از لس آنجلس و این دوتا حالا داستانش طولانیه با هم دیگه آشنا شدن اونجا و قصه قشنگیه. قصه قشنگش 4 سال قبل، یعنی 6 سال قبل از اون شروع شد. بفرمایید تا من توضیح میدم خدمتتون. 6 سال با یلدا قبل از اون شروع شد. خانم آقایون من دیگه میترسم راجع به چیزایی که دوست دارم و فکر میکنم موزیک بسازم. من توی افرای 4998 خوندم ننه جون آی ننه جون آی ننه من یه زن میخوام. 4 سال بعدش خوندم توی حاجی سه این والسه و این والسه شانسم تو لاس وگاسه. بعد که ما رفتیم لاس وگاس زیر چتر حضرت امیر قاسمی، اونجا یه دختری با اکسنت بریتیش که من اون موقع بریتیش میفهمیدم، نمیدونستم
استرالیایی اکسنت داره. گودای مایت یه نگاهی کردم گفتم شما؟ گفتم من نمیز یلدا گودای مایت. ما دیگه آشنا شدیم با هم دیگه تو برنامه علیرضا امیرقاسمی بود. بله. ولی ایشون کردیتو باید بگیرن. دست بزنید به افتخارشون. بله. یعنی حساب کنید هم بهش پول دادی، هم کنسرت خوند، هم زن گرفت. یه چی رو واسه؟ قوی بود. نه واقعا یکی از کردیت هاییست که به علیرضا باید داد و همچنین یادش رفت بگه من بذاریم بگم لقب پرنده آهنین بالو ایشون به من داد. البته نگذاریم که 49 بار رکوردهای پرشای طول و سگام ایران بنده زدم، چندین و چند سال بنده میدویدم که سایم نگیرتم، ولی بالاخره آقای علیرضا امیرقاسمی هستن، ایشون کردیتو میگیرن. اصلا ایشون پریدن خانم آقای. نه پریدن کار شماست. ولی ماها هیچ کدومون هیچ وقت فکر نمی‌کنیم تو ازدواج بکنی. بله. یعنی چون یه خونه تو دومتس و در وودلند هیلز جام زهر و ایشون همیشه علاقه خیلی زیادی فرامرز داشت که ماها رو دعوت کنه خونش و پاستا درست کنه، آشپزی بکنه و همیشه میگفت دادا علی بیا یه پاستا با هم دیگه بخوریم و ما میرفتیم پاستا میخوردیم. و چون شراب قرمزم اینوالو بود داخلش بود، ایشون هر وقت یه پروپوزیشن راجع به برنامه داشت شات اوله که میزدیم گفت فران جان. میدونستم یه اتفاقی، یعنی پاستا تو گلوتون گیر میکرد. بعد میگفت فران جان تو اندی شامپولوفسکی استراوینسکی، حالا میگه ویژنم یه ویالون اون گوشه بزنه. حالا این غذا و شراب و اینا مخلوط هستش، تو این وسط قیمتی رو که میخواست میداد، در نتیجه من میگفتم جام زهر رو نوشیدم. چه سال داستان فرامرز و آصف براتون، برای خیلی ها شاید ندارن. فرامرز چند تا آلبوم داری؟ 8 8 آلبوم فرامرز داره. خیلی کم کارم من. آره 8 آلبوم داره توی 33 سال. بعد این 8 آلبوم تو 33 سال هر آهنگی یا هر آهنگسازی که یا تنظیم کننده که با فرامرز کار کرده فکر میکنم الان همش ما بگیم خدا بیامرزتشون، چون فرامرز تک تک اونها رو توی استودیو کشته. نه هر آهنگی رو 50 بار ضبط کرده، 70 بار ری ارنج میکنه تا اون آهنگ در بیاد. خانم آقای من یه برنامه رفتم به اسم American AA بود، مال الپچینو بود. آها. دوستان زیادی آمده. AFI. بله. نشسته بودن. آره. نشسته بودن دوستان و در مورد ال که میگفتن، یکی از دوستان آمد و گفتش که عاشق این مردم. گفتن چرا؟ گفت هنرپیشه اولیست، حرف اول هم میزنه تو هالیوود. هر دونه شاتی رو که میخوان از این بگیرن، اندی گارسیا بود گفت، گفت هر شاتی رو که میگیرن میگه تک وان تک تو، مال ماها میگه مکسیموم تک تری دیگه ایز تو مچ، آقای پاچینو تک 21 تک 22، بعد آخر سر تک 25 میگه جو پلیز I can do better. Give me one more chance. داستان فرامرز هم همینه. وقتی که ما میریم تو استودیو، خداوندگار احمد پژمان بود. به زبون بی زبون میگه فرامرز بیچارم کردی. حالا همین احمد پژمان با یه کمونچه و یه کیبورد کوچولوی D50 در ایران 50 تا جایزه بین‌المللی فیلم رو برده. به افتخار احمد پژمان دست بزنیم. یکی از نوتایی که به من داد توی آهنگی بود به اسم شب شب من ساختمش، دکتر ایرج رزجو کلامشو گفت و الان من براتون میگم خندتون میگیره، با یه نوت با با با
شب شده یکی بی خبر اومده در زده تم پا 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 اونو بچه تم و زنگته تم و رمده دیدم پا پا من که برای دو کسم شب بگتم پا 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 این آنه مزرد خواب اینه کسی که خونده بود نه گرفتین پا پا این کلک این داستان این همه شهرت در ایران اینجا دو تا نوت بود خانم آقایان پا 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 گرفتی منظورم پا نگرفتی من یه چیز دیگه گرفتم این خوبه یادم میندازه منو سالها پیش دم یه خاربار فروشی با فرامرز تو ماشین نشسته بودیم گفت یه آهنگ دارم با هم گوش کنیم گفتش همه شعراشو گفتم ولی یه قسمتاش مره و هنوز شعرش رو نگذاشتم اگه لالیلا یا لالالالا رای بکنی باهات میمونم با لیلالیلا یا لالالالیلا چی بود؟ من اگه لالیلالیلالیلای بکنی باهات میمونم با لیلالیلا نه این شعر بود این اکشوالی شعر بود نه خیرم گفتی این مرشه نه بعد گفتیم چه باحال آلبوم در اومد گفتم فرامرز این هنوز داریم یه اگه لیلالیلای بکنیم گفت بهتر از این نمیشه نه کسی که تنظیم با کی بود با احمد پژمان بود آخه فرام از لا 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 لیلای و لا لا لیلای چیه؟ گفتم بهت میگم ثابت کنم خانم آقایون ما یه رسم و رسومی تو خودمون داریم ما ایرانی ها همچین که یه خانمی یه آدامسی میذاره و رید داره دیدارت میکنه میگی داره ناناشناش میرقصه درسته یا غلطه؟ تا این آدامس رو ور میداره و سیستم رو میکنه میگه لا 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 لیلا میگه فولکلوریک میخونم میگه اگه لالیلا یا لالالالیلای بخونی باهات میخونم ولی اگه رد درد دیده و رد درد دیداد بخونی درم روت میبندم این زرنگی کار آقای امیر قاسمی خدا اینجور نبود روز اول به خدا همین بود گفت این مهرشه شعرش میاد بعد گوش کردیم ولی ایده قشنگی بود برای زمان خودش بعد ایده بهت بگم نه من این دیجی هم که من شنیدم نه این دیجه داستانش یه داستانای کم یزدی که این خانم خونده برام خیلی جالب داستان دیجی یه سیستمی پشتشه که یه خیلی پیغام من دارم برای هموطنای ایرانم بفرستم که فرستادم خوشگل بلایت در را با بوسهات آهن را با اگه که میخوای غیرش بدی و چپ و راست خوشگلش بدی خب پاشو برو پدرتو در میارم نه پاشو غیرش بده چپ و راست خوشگلش بده شما هم چرا این پشت پا خانم آقایان جلو ساکت نشسته این زیر داره تکون میخوره پاهاش حالا داستان ما هاش یا وقتی که بعد میگه جیگر تو من بخونم بذار که این غیر خوشگلش کنم دیجر من زن بالا و پایین و وسط هوا ولش کنم ده غیر تو کمرم ولو شده نمیدم کجا ولش کنم آقای امیرز قاسمی دی جی قشنگ تر بذار که یه جا همینجا ولش کنم اینم باز داستان های ماست که میگم بندازش رو هوا بگیرتش کارای حاجی کارای خود فرامرز هستش و این هنر حاجی و به دنیا آوردن حاجی کار خود فرامرز بود و یه مقدارش هم احساسات فرامرز بود مثلا اگه فرامرز از یک کسی دلخور میشد حتما تو حاجی نقشی داشت باورتون میشه که مادر علیرضا یه قصه ای برای من گفتن که بله حتما خانم خیلی زحمت کشتن تو زندگیشون همچنین پدر عزیزش ولی خانم یه شیر بود قصه هایی میگفت که میگفت من وقتی که داشتم میامدم سوار موتور که بودیم تو بیابون که میامدیم بلد که میابردتمون یه تیکه نون به همون میداد با 7-8 تیکه خورما و اون موقع به زبون خود مادر میگفتن احساساتی نشین و اینو با کسی قسمت نکنین این غذای 4 روزتونه و اگر میامدیم یه گوشه خاک و اینطوری میکرد تا آب در میامد زنبورا میریختن حالا همینطور خانم دارن اینا رو تعریف میکنن و پیتزا داشتن درست میکردن یه مرتبه آخه اونجا گفت که حساب کتابی نداشت داستان اینطوری بود یه مرتبه من گفتم حساب کتاب نداشت خب طبق آمار دقیق دفتری در ثبت و اسناد محل
یه روز از در نمیدونم جمعیت شهر من در رفتم، آمدم بیرون. خب یکی گفت آقا ثبت و اسناد نبود، اداره مثلا شناسنامه نبود، ولی اداره گذرنامه بود. گفتم مادر امیرضا امیرقاسم گفت حساب کتاب نداشت. از یه گوشه دیگه به یه حساب دیگه می آمدی. بعد می گفت منی که از وزوز زنبور سیاه دم گوشم و از رقص مار و نیش عقرب، اینا تمام مال مامانه، تو خبر نداری، من اینو گذاشتم تا امروز بهت بگم. به خدا مرسی. نمیدونست. خب بس دو بیست بیست یک آورد با خودداری حاجی دو اینطوری بود داستانش. اصلا نمیدونستم. ولی یکی از کرکترهایی که دوست داشتم، خیلی ها نمیدونن، فرامرز یه نمایش بازی کرد، دیوانه از قفس پرید و نمایشی که خب فیلمش هم وان فلوور کوکوز نست بود، جک نیکلسون بازی کرده و استنلی کوبریک کارگردانیش کرده بود. نمایشش رو فرامرز بازی کرده بود و نقش دیوانه رو هم داشتید. نقش پروفسور هاردین بود که از میس رچرز یا همون پرستاره هم نفرت داشت، ولی در پابلیک میگفت عاشقشم. میس رچرز پرستاری است که در گرما و سرما از ما نگهداری کرده، پدر سوخته. بعد فرامرز خانمی که جلو نشستن گوش میدن به دقت ببینن چی داره میگه. کاراکترش این بود خانم، عینک میزد ولی عینک شیشه نداشت. میس رچرز پرستار مهربانی بود که در سرما و گرما از من نگهداری کرد. این زنی که آهای آهای منظومه یه شمسی ما کره های بسیاری رو داره، فشار روی کره زمین خرابی بسیاری رو داره. بعد عمری اکتساب و اکتشاف و امتحان و ارتجاع و ارتقا، خانم آقایون یک نتیجه آید حق شخقی شد. رعنا جون، رعنا جون، رعنا جون، رعنا یادش بخیر. خب اینا ساعت‌ها کار بودش که همچنان تو ذهن ما هستش و خاطرات ساختن این کارها و ویدیوها با کوروش بیبیان یادش بخیر. تمام این داستانا من فکر می‌کنم در قسمت حاجی اون چیزی که تو فکر من بود واقعا اتفاقایی رو که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب افتاد، من تونستم از نظر خودم تو سه تا یا چهار قسمت 8 دقیقه‌ای یا 10 دقیقه‌ای من توضیح بدم. یه سری گرفتن، یه سری نگرفتن. متاسفانه در خارج از ایران ما کریتیک یا زیر ذره بین گذاشتن نداشتیم. این روزا دارن، برای سینما دارن، برای داستان، برای لیریکس سانگ آهنگ ندارن. در نتیجه من نمیتونم بیام تمام اون افکاری رو که تو سرم هست یه ویدیو درست کنم، یه پرچم انگلیس هم اون بالا بذارم، میگم من منظورم اینه. زیرنویس، بله زیرنویس. یه داستان دیگه که خب فرامرز، همه فرامرز آصف رو با آهنگ‌های شادش و پر انرژیش می‌شناسن، ولی فرامرز یک حساسیت خاصی داره روی کارهایی که موزیکای جدی که انجام داده. با فرامرز روی آلبوم با هم کار کردیم به نام ضیافت بیخوابی، یا ضیافت در واقع، که آهنگ فرامرز ضیافت بیخوابی درش بود، در کنار مهستی عزیز و ستار نازنین که خاطرات فراموش نشدنی داشت و با هم بودیم و کارهای قشنگ فرامرز که همون ضیافت بیخوابی در اون کار بود. فکر کنم دختر گلفروش ها، پسرک گلفروش. بله پسرک گلفروشی که دیگه کاری از یغمای گلرویی بود. آره. و تنظیمی از بزرگوار آندرانیک بود که اون یکی دیگه از کارهایی بود که واقعا ببین، من تو سیستم زندگی ممکنه بگم آدم سیاسی نیستم، ولی اختلاف طبقاتی رو به طور 100% و جدی باهاش مواجه میشم و تا اونجایی که زورم رسیده در این مورد توضیح دادم. پسرک گلفروش طبقه ناتوان و توانای مملکتمون رو نشون میده که از بچهای کار بچه‌های آره که از روز اول روی سیستمشون نوشته که این حق توه، تو باید چون پدرت گلفروش بوده تو هم گلفروش بشی. و در حقیقت اسمش کبریت فروش بود. به یغما گلرویی گفتم کبریت تو امریکا مجانی میدن، پس بذار گلفروشش کنیم. آی خانم گل، آی آقا گل، اولین بهار من گل. آی خانم گل، آی آقا گل، آخرین بهار من گل.
یغما گروهی همیشه حرف اول میزنه. خب چه خوب شد یادی از یغمای عزیزم کردیم. ان شاء الله سلامت باشه. هر جا که هست قسمت باشه دوباره ببینیمش. دیدی یغما رو؟ رفتی دبی؟ جیدن یغما من دبی دیدمش. اومدش آمد و این پسر گل فروش شنید و یغما گروهی همونیست که کارهای بسیار زیبایی با همه میشتستن یغما رو. بذار من یه توضیح هم اینجا بدم. بی سرزمین تر از باد با قمیشی کارهای زیبایی کردن. کارهای قمیشی بره بسیار و خیلی دیگه. من سعادت یه کار باهاش داشتم و اون یکی از کارهایی بود که من برای اولین بار روی کلام شعر موزیک درست کردم. من معمولا مر میگم و رو مرم موزیک درست میشه. با مر اول کار با مر میرم و کلامی که ایرج رزجو خیلی راحت تونست برای من بذاره کلامشو کلامایی که رو آهنگای من گذاشت. بله فرماس میدونم یه کار جدید داری میخونی، دوست داری درباره صحبت کنی؟ پنج تا کار جدید دارم ولی یلدا همیشه میگه همش تو این کارا رو درست میکنی چی کار میکنی باهاشون؟ ولی باورتون میشه من یک ساله که دارم روی آهنگ کردی کار میکنم با کلامی از میم سایه به اسم زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. یادتونه شهرزاد اردلان 8 سال 7 سال در لس آنجلس هر روز صبح ساعت 10 صبح این ریتم برنامهش بود، آرم برنامهش بود و دو خط دیگرشو نمیدونستیم چیه. میگه زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند، انقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. بعد ما اینو راجع به بچه های قربون شما، برای اینو ما راجع به بچه های کرد گفتیم. زندگی زیبا، زندگی زیبا، زیبا پسند، زیبا پسند، زنده اندیشان، زنده اندیشان، به زیبایی رسند، به زیبایی رسند. ها 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 زندگی زیباست، ها 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 ای زیبا پسند. نه همشون خواننده رو امشب خیلی گروه همه آمادگیشو دارن. اجازه بدین من اینو تو این شو، چون یه مطلب، یعنی یه دردی تو دل من هست که چرا نتونستم برای این اتفاقی که در کردستان افتاده کمک بکنم و اینجا یلدا جلوی منو گرفت. گفتم یلدا میخوام این آهنگ هر چی زودتر بزنم بیرون. گفت با بینش کمی که نسبت به دوروریامون داریم اگه الان این آهنگ رو بزنی بیرون از آب گلالود ماهی گرفتی. کردستان حالا حالاها احتیاج به کمک داره. تعدادی از ماها 2-3 هفته اول هات بودیم. بذار این آهنگ وقتی که میاد دو مرتبه ملت ایران رو گرم بکنه که دست شیر رو داشته باشن، دست عطوفت و کمک رو داشته باشن. بیشتر دست علی میگن به همراهت باشه. حالا بله ولی حالا دست عطوفت هم بسیار مهمه. اینه که منتظر اون داستان هست. خوش میگذره بهتون. حالا من یه سوال میکنم خانم آقایون، خواهش کنم جواب سریع. خوش میگذره؟ خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. خوش میگذره؟ تهرونیا؟ شمرونیا؟ آقا شمالیا؟ جنوبیا؟ اصلا خوش میگذره؟ یا آهنگ جدید شد جدا. یه کار دیگه هم خوندی اون شب با اجازه استاد مختابات، تمنای وصال این سامورای ما بازخونیش کردیم و سیستم سنتی رو تبدیل کردیم به هاوس میوزیک و یک کلام از اونم میگه. یعنی حدود 8 سال پیش این کار در اومد. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیلوانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه. دبود دیگه همه شو نکنیم دیگه. نه من دارم اگه خواستی اون شب ضبط کرد.
فرامرز دو تا بچه داره، یکیش رناست، دیگری رامینه. و خب هنوز آهنگی به نام رامین نخوندی، تو هر چی هستش توش اسم رامین از کجا آوردی؟ رامین و رنا، در حقیقت باورتون میشه تو آهنگ رنایی که ما خوندیم، رنا رو من 1988 سر در حقیقت همون اعتصاب قضا خوندیم. شما خوش میگذره بهتون؟ زمین گود تایم. بعد که دخترم به دنیا آمد 2006 اسمش رو گذاشتیم رنا، ولی اسم یلدا مامانشم تو آهنگ بود، تو شبای مثل یلدای من. من آهنگو 88 خوندم، 2005 دخترم، 2006 دخترم اسمش رو گذاشتم رنا و اسم یلدام تو اون آهنگ بوده. برای رامین هم داریم یه بدنسازی میکنیم با یلدا، یه کاری به شدت اعتراض میکنه. شب عروسی یه کاری برای یلدا خوند، چی بود؟ اون کلامی بود با همکاری مسعود امینی، دو مرتبه تنظیمی از آندرانی که الان این تو تمام عروسی‌های ایران آهنگ اولو میزنن. تقدیمش کردی به یلدا؟ کدوم آهنگ بود؟ ای همه دار و ندارم، ای قشنگ روزگارم، من به عشقت عادتی دیرینه دارم. اینم آهنگ تانگوی آرژانتینی یلدا. یلدا کجاست؟ من میبینم یلدا همه گروه همه چه نشسته. سلام علیکم. اینجا یلدا نشسته و خوشحال هستم که حوصله‌شون سر رفت. یلدای عزیز، آخر حرفمونه، یلدای عزیز هم یکی از آدم بسیار موفق در جامعه ما، همکار ماست توی دنیای دیگه در CBS و با کمپانی های مختلف، با لکمان کار میکنه، با CBS کار میکنه. خوشحال هستم که اینجایی و دوست خوب ماست، نیمه بهتر فرامرز آسه. امشب برای ما فرامرز برنامه اجرا میکنه و امشب با فرامرز هم یه مسابقه اجرا میکنیم. ولی یه چیزی بگم. بگو. هیچ وقت تو رو کسی سرپرایز جدید نکرده. خب من با کمک محمد عزیزم یه سرپرایز خیلی خیلی سرپرایز بزرگ برات داریم امشب. اوکی. یک هدیه واسط داریم. باشه. داستان اشک‌ها و لبخند هاست. اوکی. حالا دیگه نرو تو دیتیلش. باشه. اصرار نکن. نمیکنم. نمیگم. نمیکنم. بگو. محمد بگم. نه نه. خوشم آمد. از این حسن نیت شما خوشم میاد. نمیبینم اتون اینقدر نوره ولی صداتون رو میشتبم. نرو نرو نرو. نگو نگو نگو. در ادامه برنامه با فرامرز آصف خانم بود. خانم آقای فرامرز آصف. برنامه تب پنجشنبه شب یا Thursday Night Fever این استش که ما با چهره‌های مختلف غیر ایرانی هم آشنا میشیم که در برنامه‌مون میان هنرنمایی میکنن، صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. امشب هم دو هنرمند داریم که هر کدومشون در دنیای ارامنه اسم بسیار شناخته شده‌ای دارن و بسیار مطرح هستن. یکیشون یک خواننده بسیار خوب ارمنی و دیگرشون یکی از دیجی های بزرگ ارامنه. امشب با ما در این قسمت از برنامه هاروت بالیان و سمی فلش رو داریم. افتخارشون.
Hello, how are you? How are you? How are you? Good to be here. Thanks for having us. Good to see you. Good to see you. Very nice. You guys live here? Yes, we live. Actually, we grew up together. Really? Almost 30 years we're in Los Angeles. Been in Los Angeles for 30 years. We went to school together. We're like brothers. Which we're school? Working together. Hollywood High School. Hollywood High School. Yes. Good job. Nobody goes there. Where is Hollywood High School? It's Sunset and Highland. Sunset and? Highland. Highland. Yes. Oh, I was passing by. It's Sunset and Highland. Yes, I know where it is. Okay. Right. Yes, I do. So, how are you guys? Good. How are you? Great. Good to be on. So, after watching you all these years on Persian channels, it's finally honor to be here. Oh, thank you. Thanks honor for having mine. Us. Honor is mine. Thank you so much. Especially in this beautiful Stars Theater. Fantastic. Tell me, what kind of music do you play? I'm an international DJ. I've been doing this for 25 years. And 25 years? 25 years. So how old are you? I checked your YouTube and, you know, I saw so many, you know, hits. And you make money off of those? Yes, I do make money. How much do you make money? Is it good? Good business? Close to live where you live. Really? And where do you live? What is your home address? I'm from Sherman Oaks. You live in Sherman Oaks? Yes. Fantastic. Yes. And you? I live in Sherman Oaks too. Really? Yes. Where do you live? I live in Woodland Hills. Oh. Close. Yeah. So, you guys, no fire around your houses, right? No, not around my house. Thank God. Okay. Thank God everybody's safe. You only sing Armenian songs, right? Armenian song, English songs. Okay. One of these days I want to do one Persian song, but I'm still really? Working on it, yes. Do you understand Farsi? My friend Andy, he's been telling me for almost 15 years, let's do a song together. I keep telling him, Andy John. Wait a little bit more. When the right song comes, I will make sure to call you. Where are you from, though? From Armenia. From Armenia? Mm-hmm. Both of you? Yes. He looks like an Armenian mobster. Yeah, especially with the beard. He does. All you need is, instead of that pants, wear a Nike. You're done. Or Adidas. Nike. Or Adidas. Yeah, with three stripes. Yellow stripes. Yellow stripes. Yeah. But that's good. So, you both from Armenia. Yes. Have you been to Armenia recently? Oh, I go there 5 times a year. Why? Concerts. Concerts. Concerts, visiting, work, music videos. Music. Is it cheaper there to make music videos? No, it's not, but it's more quality. More quality. Yes. Quality production. I see. I will definitely tell Koji about that. Yeah, no problem. Koji is my friend. He's your friend. You just buried him. Okay. So, and then, Sammy. Yes, sir. You said you play international music. Any Farsi, you know, Iranian music? Yes, I do play. Which who? Sami Beghi. Really? Yeah. Oh, you know Sami Beghi. Yeah, I do a lot of remixes. I do remixes for Andy too, so. Oh, you really? Most of them are exclusive, so whenever I'm on stage performing, I like to play my own versions of the tracks. So you do your own tracks? Yes. Fantastic. If I could get my hands on the vocals, I start from scratch and do the reproduction. You know, that's how. And sometimes I like to bring back the old classics to bring it back into rotation, into radios. And a lot of the new kids, they don't know these songs that our parents grew up on, or, you know, even me. But we like to bring it back and give a different flavor to it, modern flavor. And you see almost 40, 50 venues, all these DJs are playing it, so, which means it is working, so people like it. Sammy, question. Who do you look up to, or who did you look up to? Which DJs do you like? I've been a resident DJ at the Playboy Mansion.
So the DJs that I, the DJs that I look up to are totally doing. Is that jacket from Hugh Hefner? No. No. He gave me the burgundy color too, but it's really. Yeah. He gave me the burgundy color. Yeah. I see. Did you use the same bed too? Just asking. I don't have my ring on, but I'm married. I cannot answer. Oh, you're married? Yeah. Are you serious? Yeah. Okay, you're married, but you're not buried. So, tell me about it. What do you do at the Playboy Mansion? I was a resident DJ, so every time Hefner threw big parties, so I was the main house DJ. How is there? I mean, how was there actually? It was good. Was it good? Did you ever take him there? No, he never took me there. He never took you there? I like to enjoy it alone. Alone? You need glasses? So that's what you do. And well, which DJs do you like these days now? These days, I like open format DJs that don't stick into one genre. Like who? The Persian DJ that I work with, DJ Alex, he's a good friend of mine. Alex, same size. But he lost a lot of weight. He's bigger now. Not anymore. I just saw him 2 weeks ago. I saw him yesterday. Really? Yeah. Uh-huh. Very nice he guy. Lost a lot of weight. Okay. But most of them are European DJs. I used to do their opening sets whenever they got up on stage. So, like Armin Van Buuren? Armin Van Buuren. Tiesto. I worked with Tiesto for 2 events, actually. We did one in Vegas and we did one in Dubai. Yeah. Yeah. There was 3-4 type of events at the mansion where he brought in big DJs. So. Did you do any remixes for Harut? Yes, I worked with. I grew up with Harut. We went to the same school and decided to bring back a few tracks together. So it worked out pretty well. So. Pretty well, Harut-jan. What does Harut mean? Harut means I was born on Easter Day. Uh-huh. That's why they named me Harut-jun. Harut-jun? Harut-jun, yeah. What does that mean? It's more difficult for me. Harut-jun. Yeah, I'm sure everyone would know what it means. It's hard for me to explain. Huh? Harut-jun, to rise. Energy. To rise. To rise. Rising. To rise? Oh. To rise. Rising. Well, he didn't know his name either, so now we know. Now he knows too. I've heard from Robert you did big concerts and you've done so many concerts and you're very popular. And I checked you out before, you know, same as what I did with Sammy. I checked you out. Was it good? Very good. Yeah? Very good. Impressed. Thank you. Impressed. Robert has been my friend almost 10, 15 years. I'm sorry for you. Same as me. Yeah. Yeah. So. Robert is a very good friend of mine. So besides business, our friendship is more important. Same as Sammy, of course. Now that you're not in Playboy Mansion anymore, you can be resident here. Of course. Definitely. But it's opposite way. All our guys here. I've seen enough. So instead of seeing all those bunnies, basically you see a bunch of elephants. I'm an elephant myself. No. You look good, actually. Thank you, boss. Thank you. I like your smile. Beautiful smile. Actually, it's scary, but it's nice. It's very nice. Very nice. And he looks Italian, but, you know, with all the hair back and all, gel back, you know. You're not the only one that said that. Yeah. A lot of people told me that. They said that you look like Italians. Yeah. Tonight, we're not going to have Sammy do anything because he doesn't have his stuff with him. Okay? But I can enjoy. You can enjoy Harut singing. And Harut is a little bit ill. But we don't care and we don't give a damn. So basically, he's going to perform for us. Yes. Is that right? Whatever you say. Thank you, sir. Thank you so much, gentlemen. It was great having you. Thank you so much. Appreciate it. Looking forward to see you guys again. And thanks for coming. Thank you so much. Thank you.
Thank you. Thank you, guys. شما انشالله داشتم پشت استیج خنده های دوستان رو گوش میدادم. آقای آصف ترکوندن نه؟ چه خبر همه جان؟ چی میگی نادر جون؟ ببین برتر برم باق سر اینجا که نمیشه نشه یه ما یه آقای نادر نازنینی پشت ما میبینی صحبت میکنی پشت پرده پشت پرده هم که بیاییم و برو چیکار کنم؟ بگو من الان خوبه؟ امشب قراره که ما چند هفته پیش با شهره عزیز یه پانتومیم اجرا کردیم بعد خیلی مورد توجه قرار گرفتش گفتن که تمام مصاحبه یه طرف این پانتومیم 2 میلیون هیت گرفته گفتیم خب خیلی خوبه امروز 2 میلیون هیت گرفته 2 میلیون هیت گرفته بعد این امروز اینو ما برداشتیم گفتن نوشتن باور کنید من خودم ندیدم لواسانی هی میگه بذار ما ببینیم که جلوی تلویزیون نه. و جلوی مردم نه قیافش خوب بشه خیت نشی گفتم اگه شما میدونید مثل هفته پیش به منم بگید من نمیدونستم هفته پیشم هفته پیشم من یه سوال از شما دارم آقای لواسانی شما از همه سوال رو پرسیدید و همه یه جورایی توی فکرشون بودن هر کسی اینجا اومد و آقای لواسانی موقعیتش شد ازش پرسید طرف کوهنورد بود گفت وقتی کوهنوردی میکنی کجا درد میگیره طرف موتور سوار بود گفت شما وقتی موتور سواری میکنید بعد از موتور سواری کجا درد میگیره طرف نوازنده سازهای بادی بود گفت شما وقتی ساز بادی میزنید کجا تو درد میگیره آقای لواسانی شما اینقدر میخندی کجا درد میگیره این فشار به کجا وارد میشه؟ به من وارد نمیشه، به شما هم نمیشه، ولی به یه عده دیگه میشه ندارم چرا؟ به کسانی که خنده دوست ندارن رو اونا خیلی فشاره، نمیدونم چرا آخه داستان اینه که آقای لواسانی مسائلی هم که غمگین هستش رو با خنده میگه و مثلا اتفاقات خیلی بد رو هم با خنده میخنده و میگه من هنوز اینو نتونستم درک کنم و باور کنید دروغ نمیگم یکی مثلا یه اتفاق خیلی بدیه میگه داشتیم تو فریوی میرفتی آه اجر فریوی شلوغ بود اصلا شما باور شد 4 ساعت تو راه بودیم و بعد میخنده آخر رفتیم جلو دیدیم یه نفر با موتور تصادف کرده این هیچ چیز خنده نداره نه این خیلی بده خیلی بده مهمان این قسمت از برنامه ما یکی از خوانندگان عزیزی که در آمریکا کار هنریش شروع کرده و بسیار محبوب هستش خیلی وقتی صدای او رو گوش میکنن یادی میکنن از سلطان جاز موسیقی ما ویگن عزیز و امشب هم آرمین با ما هست به افتخار آرمین
های حسرت بزنه، زندگی رو سخت نگیر تا که غم سرت نیاد، دنیا تو خودت بساز جوری که دلت میخواد. پاشو 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 با هم برقصیم، چه حالی میده این خوشی وقتی که مستیم. بیا 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 امشب و شاد باش، فقط اونجوری که قلب تو میخواد باش. پاشو 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 با هم برقصیم، چه حالی میده این خوشی وقتی که مستیم. بیا 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 امشب و شاد باش، فقط اونجوری که قلب تو میخواد باش. غصه خوردن نداره، باخته اون که عمرشو پای حسرت بذاره. زندگی رو سخت نگیر تا که غم سرت نیاد، دنیا تو خودت بساز جوری که دلت میخواد. پاشو 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 با هم برقصیم، چه حالی میده این خوشی وقتی که مستیم. بیا 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 امشب و شاد باش، فقط اونجوری که قلب تو میخواد باش. پاشو 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 با هم برقصیم، چه حالی میده این خوشی وقتی که مستیم. بیا 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 امشب و شاد باش، فقط اونجوری که قلب تو میخواد باش. شما بله. خوشحالم که میبینمت. مرسی. خیلی چه خبر؟ خوب، خبره خوب. ماشاءالله موها تکون نخورده. نه، از دفعه آخری که با هم صحبت کردیم با تمام بادهایی که در لس آنجلس اومده این موها تکون نخورده. نه دیگه، حواسم هست بهش. حواست هست به اینها. آقای لواسانی میبینی ماشاءالله موهاشون رو؟ بسیار قشنگه، خیلی عالیه. خب آرمین، این آهنگی که خوندی فکر کنم کار آهنگ مال خودت بود، نه؟ بله بله، آهنگ میشه گفت جدید چون کمتر اجرا شده. نام آهنگ هست پاشو پاشو. در واقع شعر میگه که پاشو 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 با هم برقصیم، چه حالی میده این خوشی وقتی که مستی. و کاریست بسیار زیبا از هنرمند. چون شما ارمنی هستید ما مشکلی باش نداریم. نه اصلا، و الان بدونید که ما نمیتونیم از این شعرها بخونیم. چرا دیگه، الان که دیگه همه میخونن. نه اونم که خوندم، مثلا خوندم من امشب مثل هر شب مست مستم. بله. مست حاله مثلا. آها. یا مثلا ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته، سر حال طرف. بله. مثلا شربت سکنجه میخورده. باز دوباره ربطی نداره. بله. ما نمیتونیم از دیدی ورزشکارمون مثلا دست نمیدیم ما. مسلم. آره دیدم. مسلم نود هم شیخ نه نه. آره بره. درست میشه، زیاد طول نمیکشه مطمئنا. نه شماها که خوب راحتید دیگه. ما از اول هم خب دیدم آرمنچیک داره میره برای شب سال نو میره ایران برنامه اجرا کنه. شما نرفتی تا حالا ایران برنامه اجرا کنی؟ تو کلاب ارامنه مثلا رفتیم ولی برنامه اجرا نکردی؟ یعنی نکردی. تازه اومده بودم اینجا، یه بار سری رفتم و برگشتم دیگه. خب یعنی اومدم بعد اینجا خوانندگی رو شروع کردم، به این خاطر اونجا اجرا نکردم. حتی خواستیم که یه برنامه رو بذاریم، فعلا یعنی این امکانش میسر نیست که بتونیم بریم اونجا بخونیم. چرا؟ فارسی نه بخونی لابد، اگه ارمنی بخونی اوکیه. والا نمیدونم، به ما گفتن شما خواننده لس آنجلسی هستی نمیتونی بیای اینجا. الان دیگه همه خواننده لس موسی یگانم خواننده لس آنجلسیه دیگه. الان دیگه همه خواننده لس آنجلسیه. میان اینجا میخونن راحت، بعد آره ماها نمیتونیم بریم. فرزادم خواننده لس آنجلسیه. الان همه خواننده لس آنجلسیه در واقع، برای همین ایرادی نداره دیگه. ما ورزشکارامون لس آنجلسیه، خواننده‌هامون لس آنجلسیه، اشکال نداره که هیچ مسئله نیست. اونایی هم که از یه موقعی به ما گفتن لس آنجلسی الان اومدن آمریکا دارن زندگی میکنن. دقیقاً. والا به خدا. اصلا همین مشکلی نیستش.
لواصلی حرف نمیزنه میترسه اینجوری حرفا رو. من اصلا عقلم به این چیزا نمیرسه. میگم عقلت به کجا میرسه؟ من یه سوالی دارم. من یه سوالی از آرمین عزیز دارم. یه بحثی رو ما با آرمین جون داشتیم پشت صحنه انجام میدادیم. آقای امیر قاسمی، ولی خوانندگی سخت‌تر یا نوازندگی؟ و یه سوالیه که من نشیدم مطرح بشه. از کی میخوای بپرسی؟ به طور کلی یه بحثیه که حالا امشب میتونیم ادامهش بدیم، بعدم آخرش از شما بپرسیم آقای امیر قاسمی که نظرتون رو بدید. بله ولی آرمین جون چی گفتن؟ جا؟ آرمین جون خودشون بگن. من گفتم شما. سوال خیلی سختیه، هر دوتاش هم سخته، هیچ کدوم آسون نیست. حالا به نظر شما؟ من فکر کنم یه 10-20% خوانندگی سخت‌تره. سخت‌تره. حالا باید از مهمان بعدی که نوازنده هستن این سوالو بکنیم، چون ما یه ساعت و پشت بزن داشتیم. من اعتقادم این نیستش اصلا. چیه اعتقاد؟ اعتقادم این هستش که خواننده یه خواننده بلد نباشه درست بخونه سخت نیست، نوازنده بلد نباشه درست بزنه سخت نیست. هر کاری که خوب بلده اون سخت‌تره. کدومش سخت‌تره؟ نوازندگی 100%. اگه نوازنده باشه که با نوت بخونه و اینا، موهای این نمیزنه من تو رو ببینمت. نه بشین عقبتر، من هیکل این ماسک بشه خیلی نه راحت باش، راحت باش. هیکل اون اصلا ماسک بشه یعنی یه داستان اتفاق بزرگیه. ما تا حالا هنرمند نداشتیم که بتونه اون رو ماسک کنه. ششای آقای امیرقاسمی هم که نتونه ببینه سخته، چون اول رو عقابیه به خدا قسم. موهامو میزنم. نه نگران نه، بدم نیست اتفاقا امروز. آقای امیر قاسمی اتفاقا بحث این بود، گفتن که نوازنده باید نوت بلد باشه. آقا این جازیست خواننده هم همینطوره. اجازه بدید عرض کنم، جازیست مایکل جکسون که ورلد تور مایکل جکسون انجام میداد، ما گفت آقا بیا به پسر ما یاد بده. میگه من بلد نیستم، نوت بلد نیستم، من فقط میزنم. نه اون خواسته به پسر تو یاد نده. نه بلد نبود. اون شناخته تو رو که آخر سر چی کارش میکنی طرف رو. نه بلد نبود ولی میزد. یا شخصی که مثلا در المپیک کر بود ولی تبل میزد، اون نوت رو نوت میزد. اصلا اگه نتونه اون کارم بکنه دیگه نمیتونه هیچی بفهمه. ببین نوت اگه نتونی بخونی نمیتونی هیچ کاری بکنی. با وایبریشن پاش میزد. آره با وایبریشن پاش آشنایی بود ولی خب بهش یاد میدن دینا دیگه. مرز میزد با پاش. با پاش میزد. ولی جالبه ها، ولی من میتونم ساز بزنم چندین ساعت، 10 دقیقه میخونم سردرد میشم، باور کن. نه هر دوتاش ماها سردرد میشیم، نگران نباش. سخته. آرمین عزیز درباره کار خودت بگو. هیچ وقت فکر میکردی که اینقدر مردم برنامه اینجا دارن برنامه اونجا دارن، میری اینجا میری اونجا، یه همچین موقعیت یه روز داشته باشی؟ من اصلا فکرش نمیکردم خواننده بشم اینجا، یعنی خیلی دور میدیدم این موضوع رو که اصلا نه بابا به من چه خوانندگیه. خب اونجا میخوندم توی ایران، خیلی هم زیاد برنامه رفتم. دوست داری بگی ایران چی کار میکردی کاره؟ چون یه بار تو مصاحبه من گفتی کارت تو ایران چی کار میکردی؟ من بغیر از خب بغیر از کار خوانندگی، شغل اصلی بنده و پدرم اینا توی میت پروداکشن بودیم، فرآورده های گوشتی و سوسیس و کالباس، تخصص ما این بوده از قبل همیشه. ولی چون فوتبالیست بودم، دروازه‌بان تیم آرارات بودم، با اردو تیم که می‌رفتیم برای مسافرت برای مسابقات، حالا مسیرهایی که توی اتوبوس بود مثلا شمالی یا شهرهایی که 4-5 ساعت رانندگی بود اینا، من تا خود مقصد که می‌رسیدیم همش می‌خوندم همه آهنگا رو، و به نوعی میتونم بگم تو این مسیر خیلی سخته توی اتوبوس در حال حرکت 40 نفر مسافر بخونی صدات به همه جا برسه و اینا بدون میکروفون. و البته توی خونه تمرین میکردم، ولی اینا باعث شد که حنجره من فرم بگیره و قوی تر بشه. و من معتقدم که اونا الان زنده هستن. کیا؟ سر شکوشش تا پنجره تو فرم بگیره و دارم فکر رو بدبخت. دوستای خوب من هستم و همیشه من رو ساپورت میکنن اینجا؟ اینجا اصلا خیلی از بازی 90%. آره خیلی از بچه های تیم آرارات رو اینجا دیدم من، همشون اینجا. آره اتفاقا یه پاردی هم دارم من باید برم برشون بخونم. پاردی
به هم فوتبالیست های خودمون هست. یه بار دوست دارم همش رو دعوت کنیم اینجا و همش رو با همدیگه بیان و از نزدیک با همه با تیم آرارات آشنا بشیم. بله هر وقت بگین من اطلاع میدم بهش. یه بارم باهاشون ما مسابقه دادیم روبروشون با هم یه بازی کردیم بردین کجا؟ مساوی کردیم فکر کنم با همدیگه کنار اومدیم که مساوی کنیم. آره آبرو مهره ولی نه خیلی تیم بسیار خوبی بودن بچه های خیلی خوبی هم هستن. اینجا تو پاسادینا تو پاسادینا بازی داشتیم باشون. خب پس گلر تیم آرارات بودی تو کار سوسیس و کالباس بودی هنوز هم هستی تو کار سوسیس و کالباس اینجا یه همکاری کوچیکی با شرکت الماس داشتم در اوایل کار که راه اندازیشو به عهده داشتم بعد دیگه بیرون اومدم تو رو گفتم برسی دیگه یاد گرفتی خداحافظ شما. حالا دیگه زیاد وارد این جزئیات نمیشون ولی میگن سوسیس بد خوردنش شدن درسته میگن سوسیس نخوری یا کالباس نخوری نه به طور کلی همه جای دنیا اینو میگن درسته شما خودت چی میگی؟ تهیهش انجام بودی من ایشون نه جدی دارم مثل که شما زیاد خوردی نه سوسیس من دوست دارم میخورم چی کار کنی؟ من سوسیس خیلی ایشون که ماشاءالله این آرزومان شده نه منم زیاد خوردم ولی چاق نشدم من جدی سوال میکنم چون شما در تهیهش بودید معمولا همه جای دنیا رو میگن سوسیس یه غذایی هستش که نمیدونید توش چی استفاده میشه کمتر میل کنید این درسته؟ نه خیلی درسته پس بخورید آقا میشه سوسیس خورد شاهد زنده هستم از 4 سالگی تا الان همینطور یعنی هر روز اگه من سوسیس خورد نخوردم میمیرم من اینم شنیده بودم دیگه خودشون میخورن به من میگن میخورید سوسیس هم بخورید آره ولی واقعا شما اصلا ارامنه توی این مسئله سوسیس و کالباس و اینا واقعا یک هنر دیگه ای دارن و شیرینی واقعا یه هنر و اصلا کلن بسیار کلن مواد غذایی توش تخصص دارن خیلی بله نوشابه هم همینطور شنیده بودم عموم میگو من خودم نمیدونم یه کارخونه هست عموم گوی آقای هم بارسونی بوده خیلی تو کار نوشیدنی آشنایی زیاد داشته میشتاقتید شما ایشونو شما میشتاقتید آره عموم تعریفی کرد خب کار جدید چی کار داری میکنیم؟ یه کار جدیدی رو اجرا کردیم یعنی در سایت های مختلف هم هست با نام قلب عاشق کاری است از آقای نیما اسفندیاری و تنظیم آهنگ از آقای تاده آبولیان که به تازگی با ایشون آشنا شدن و باهاش همکاری میکنن چه سبک کاریه؟ آروم آهنگ آرومه هنوز یعنی ویدئو نشده و داریم برای کار ویدئوش مشورت میکنیم که چیکار کنیم و اینا آهنگ خیلی خوبیه به نظر من ولی خب هنوز به بازار به صورت ویدئو ارائه نشده خب خوندن فضای ویگن همیشه خب برای خیلی ها جالبه برای خیلی ها اینه که نمیشناسن اصلا ویگن کیه نسل جدید ما و تو این فضا رو نگه داشتی شاید گول نزدیم خودمون دیگه خیلی از خواننده های قدیمی باید که ماها ایراد از ما هست البته که بلد نبودیم چطوری اینا رو حفظشو کنیم و چطوری این موسیقی ها رو به نسل های بعدی برسونیم خیلی ها آشنایی ندارن و رفته رفته به فراموشی سپرده شدن این کاری که تو انجام میدی دلیل خاصی داره یا اینکه بهت گفتم مثل ویگه میخونی؟ والا خب خیلی تون صدام شباهت داره به ویگن و من احساس کردم که یه جای خالی هست تو این مارکت البته این حرفی بود که آقای کوجی به من گفت و ادامه دادن سبکی مثل سبک آقای ویگن ارزشش رو داشت به خاطر اینکه هنوزم بعضی از آهنگ‌های این زندگیات هنوزم کارایی داره و استفاده میشه توی عروسی‌ها توی جشن‌ها به خاطر اینکه اثر خوب و ماندگار تا ابد میمونه مثل خیلی از آهنگای دیگه و از بین نمیره و من خب هیچ کس البته این رو من همیشه گفتم هیچ کس نمیتونه یه اسطوره مثل ویگن بشه من فقط
به خاطر اینکه صدام شبیه ایشونه یا حالا قیافه و اینا، دارم یک سبکی رو پیش روی خودم میگیرم که سبک نوینه دیگه نه، یعنی با موزیک جدید، با صداهای جدیدتر، ریتم جدیدتر، ولی تا حدود 80-70% تو همون مسیر من ادامه میدم کارمو و فکر نمی کنم مشکلی باشه و خیلی هم مردم حمایت کردن. خانوادهش چی؟ خانوادهش، همسر مرحومش خیلی با من رابطه خوبی داشت، با دخترش کار کردم، با پسرش رابطه دارم، اکثرا موافقن، یعنی مشکلی نیست اینجا، چون که حداقل کاری که من دارم میکنم ویگن رو معرفی میکنه به نسل جوان، نسل جدیدی که اصلا نمیدونن ویگن کیه و با شنیدن این آهنگا یه احساس خوبی بهشون دست میده، میگه این کی خونده، چیه، چقدر قشنگ این آهنگ مثلا، بعد توضیح میدم اینجوری اینا، استقبال میکنن جوان ها و هم کار خوب به نظر من تاریخ مصرف نداره. درسته. یه خود ماها البته ملت ما ملت نوستالژی هستن، یعنی ما دوست داریم نوستالژی رو، ولی خب به شرطی که همونطور که تو گفتی تنظیم ها و کارها جدید بشه و مدرنیزه تر بشه. درسته. که مردم هم بتونن باهاش رابطه با. ساز، اهل سازی هستی؟ سازی میزنی؟ گیتار میزنم ولی نه به صورت حرفه‌ای و هم خاطر هیچ وقت به صحنه من گیتار نبردم. دیگه اونو بذاری دیگه خودش میشی دیگه دو سه تا والا به خدا. جالبی شده که آمین عزیز وقت با ویگن ملاقات نکردن. نه خیلی جالبه این موضوع. بله بله، من دفعه اولی که آرمین جان رو دیدم توی صحنه میتونم ببازم چیش جالبه. چی؟ جالبه شما شخصیتی رو شما دارید باز مثبتش نگاه میکنی. خب بله دیگه، شما شخصیتی رو نه این ناراحت کننده است واسه خود ایشون. چرا جالبه؟ جالبه که ناراحت کننده است برای شما. آره دیگه ناراحت نشی که دنیده میگه سوال میکنید یا اطلاع میدید. اگه سوال میکنید چی میگه؟ نه ولی حالا من موضوع مونید، موضوع اینه که دفعه اولی که من آرمین از روی استیج دیدم واقعا کیف کردم، واقعا کیف کردم و شخصی که هم قیافه، هم صدا، هم شیب رو شیب خودشو نگر میداره، کار سختیه آقای امیر قاسمی، برای من شما سخته. من نه، من میتونم شما دیگه. بله بله، من الان حساب کردم خدا پدر این میز رو بیامرزه که ایشون پشتش میشینه. باور کنی به افتخار میز دست بزن. من اینجا سپیزه هر این زهر کار میکنم نمیشه. نه اتفاقا همیشه صحبت سر اینه که لواسانی چطور میشینی که همه چی رو قایم میکنه. کجا قایم میکنه؟ آقا چیزی نیست که قایم کنه، همه چی قایم میکنه. کم کم بعد لباسه گشادتر براش از ایران سفارش بدی. آره آرمین جان خیلی جدی هست، نشستن اینجا کرکترش جدی هستن کلا. بله من میخندم همش. باریکلا تو خونم همینجور هستی؟ نه بخواستم میخندی؟ من آره خیلی شوخم. آره شوخی هستی. خب بله، خب مصاحبه. بخند آرمین جون، ببینن خندتو. بخند سر چی؟ ای خدا. ببین شوخم. نه به آرمین گفتم میخوایم پانتومیم بازی کنیم، دوست داری بازی کنی؟ گفت نکردم بازی تا حالا. گفتم پانتومیم؟ گفت نه میدونم چیه ولی بازی نکردم. اتفاقا خیلی خوبه. گفتم میتونی بازی کنی؟ گفت نه. حالا مگه ما بلدی؟ ایشون بهش گفته بودن آب داغت اینجوری میکرد، اینجوری میکرد. باور کنید باحاله. من کاندیدا میکنم آقای. من فکر کنم آرمین بتونه، ولی من از پسش بر بتونه. بیاد اگر شما موافق هستید یه دستی برای آرمین جان بزنید راجبش فکر کنه. خوبه ولی قبل از اینکه پانتومیم اجرا بشه بذارید با آرمین سفر کنیم به گذشته ها، بریم به سراغ ویگن عزیز، یادی از او بکنیم با صدای قشنگ و گرم آرمین. تنها توی این
نشده. همگی باید با هم بگین آخ جون با صدای بلند. یه بار دیگه بریم خب. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، راستی که میچسبه افتاد زمستون، میری لای کرسی اصلا نمیپرسی از سرمایش امرون. حالا شد فایزش قشنگه، درختش رنگ بارنگه، هر جا که میری شهر فرنگه، صفاداره بهارش کنار سبز زارش، آدم دلش میخواد یارش کنارش. اما بهار دلنگیز من، بارون پاییز من، نازه که داری تا فرابون، خاک زغال زمستون من، آب یخه تا بستون من، بخواد توی تنها توی رو. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، واه واه که چه گرمه افتاب تابستون، میری لب دریا غافل میشی از ما توی گرمای تهران. خیلی خوبه واقعا. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، دستی که میچسبه افتاب زمستون، میری لای کرسی اصلا نمیپرسی سرمای شمرون. پاییزش قشنگه، درختش رنگ برنگه، به جا که میری شهر فرنگه، صفادار بهارش کنار سبز زارش، آدم دلش میخواد یارش کنارش. اما بهار دلنگیز من، بارون پاییز من، نازی که داری تا فرامون، خاک زغال زمستون من، آب یخ تابستون من، مرسی از صدای قشنگتون. حالا
دل و بی نشان آخر آسمان شادی روز زگار من بود مرغ پر بستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من کو زن گل ماتمه خار گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه غم آدم کمه خونه دل دمی بیزن نمونه مرسی. آرمینم بیاد. آرمین گوشش بیا بیا اشکال نداری یاد بگیری. خب آرمین اگه بر میکروفون بگیره اونجا شما داری. بسیار سخت خواهد بود. اول از همه چطوری بخوام تیم بندی کنیم؟ ببخشید من یه لحظه اینا شکم بدم. تیمو چطوری بخوام یارکشی کنید؟ میخوایم پلن پلون پیش بریم؟ پلن پلون پیش حاضری؟ حاضری؟ من تو تیم این ندارم. نه من شانسیه. حاضری؟ آقا اینجوری میکنن اینجوری دفعه اول دیدی شما تا حالا دیدی کسی اینجوری پلن پلون پیش کنه؟ آقای عباس تا حالا دیدی کسی میخواد حرف بزنه دم گوشی بگه اینطوری بکنه؟ همه چی اوکیه؟ فقط رو سن میتونم باز یه دو ازت بگیرم؟ Let's do it, okay, ready? بریم پلن پلون پلیش چون بلد نیستی تو؟ من چهار تا دارم و لحظه بیدی پرم هست دیگه معلم هم هم بازه بلن پلن پلون پلیش شما تا علایی افتادی تو یکی افتادی تو یکی هستی یکی خب برو حاضر نه تو نمیخواد بکنی اصل بذار پایی حاضر پلن پلون پلیش خب ما دوتا با هم شما دوتا با هم شما دوتا عالی خرم نکنی یا تو بفهمید که تو هم میکروفون نداری بیا فرا میکروفون نداره خب چکا باید بگیر ایشون باید بازی کنن که میکروفون نمیخوان خب بده بش مرسی صدا داره الان وصلش کنم خب بفهم صدا میاد بیا 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 پانتومی نمیدونی چیه؟ نمیشه بایی فرا بایی برای کی آوردی اینو؟ بفهم چک یا؟ آها عالی شد خیلی خوب بلدی دیگه ببین نصفه نباید کار کنی آرمین جون آرمین بیا خراب نکنیم باید کامل بری آرمین رو خیلی بالا 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 باید دیگه بالا بالا کجا؟ مهتا خواهش بکنم بله یه دستی بزنین لطفا Thank you آماده ای خب چی شروع میکنه؟ نگاه نکنید به هم نیره اول نه به هم نمیتونید شروع به همون چیزی که زمین شما به زمین به همون چیزی که رفتیم دیگه آرمین جون شروع میکنه آرمین شروع آره دیگه اول بس یاد بگیره نه بلد آرمین اصلا نمیدونم چیه اینجا نمیدونم چی شیبا پانتومی کلمه اصلا معنیشو نمیدونم چیه کلمه چیه من بهت میگم بیا ما میتونیم ببینیم آره اونم میتونم بهت بگم برو بلنش برو اونجا الان میکروفون لازم نداره من گیر کی افتادم نگاه کن مال ما رو از اول گفتم بلد همه چی تو ارمنیا یه چیک یعنی کوچولو این ویگن چیک ماست آقا این چیه نوشتن اینو منم نمیدونم چیه یعنی خانم آقایون رفته توی دیکشنری خیابون سوم دست راست کوچه چهارم بن‌بست یه طرفه خیابون آشتیکانون رفته تهش یه دونه لغت زیر خونه در قرمز سبز پیدا کرده آورده گوشته اینجا من نکردم اینم همینطور آرمینه این نمیشه کارنه این نمیشه نمیشه خیلی سخته نه نمیشه میشه نمیشه خب رایلیه نداره دیگه نمیشه نداره مثلا نمیدونم چی هست اصلا آقای امیر قاسمی
آقا یه سوالی تر میکنی که بیسواد ها بفهمن. خانم آقایون به خدا اگر جلوی 90 درصدشون بزنین گیج بشین. بدین بنویسن. چی بنویسن؟ آقا یه چیزی بنویسید شما. بدین. آقای دکتر نمیتونه بگه برادر. اگر آقای دکتر با این ریزاین کرد از دکتریش من قبول دارم. اونش آقای دکتر. پاشو. آخه این فره خودکار داری خودکار داری ببین دکتر به شرطه آخه من میکروفون دارم میشتم دکتر بلدی تو احساس کنی من بنویسم نه نخونیش خب دکتر هنوز نگرفته داستان بیا بفرمایید دیدی خانم به شدت دارن اعتراض میکنن منم میفهمم خانم ما همصدا هستیم اوکی اوکی من دارم آقا با این شما راضی هستید ایشون بگه آره نداره بیا آرمین جون بیا بیا کاری نداشته خب بلدی که شما از الان هیچی نباید بگین چقدر وقت دارم ایشون بگه یه دقیقه هم وقت داریم بابا دو دقیقه دو دقیقه دو دقیقه دفعه میشم دو دقیقه یه دقیقه و نیم دو دقیقه برو آماده شما یکی تایم بگیره وقت خوشا ادا دار نیا بگویرم چند کلمه از حرف بزن برو حرف نمیتونه بزنه موسیقی بزن بابا جان حرف نمیتونه بزنه برو. برو یه ذره موزیک آها برو من خب خب من منم دیگه ایرزا قاسمی چی میگه عجب بابا دیدی آسونش کردیم که بتونه بگه همین خب گفتم بگه گفتم بتونه بگیم که حرف نشد دیگه خب گفتم ولی سوال قبلی شمشک بوده کاری نداره شمشک شمشک چی آقا خانم آقای شمشک چند تا تون اصلا میدونی شمشک شمشک شما که روزنامه خونی میگن اسکی اینو که نمیگن سواد داری شمشک از کجا بیاد شمشک کاری نداشته بعدش هم میگن دیزین تازه بعدش اگه وقت بشه نه بابا شمشک کاری نداره اسکی این که میشه اسکی من فکر کردم میوه است باور کنید بکردم میوه هم گذارید نه عزیز من اشتباهی با کشمش گرفته بود نه اونه که میوه از پشمکه دکتر من همچون مهم نیست بفرمایید پشمک شمشاده نه میام اونه که میوه از همینجون پشمکه بیا قربونه شده همین لباسه دیگه من برم کجا پشمک نه برو بالا وایسا بعد در در بیا عجب شوی قشنگه نه برو آماده ای حاضرم صف کن شما باید بگید خیلی جایزه های اسکار رو دیدی یا خیلی آسونه خیلی خوب بده من آسونه؟ خیلی آسونه برو یه دقیقه به وقت بدن آخه من فکر کنم شما وقت گرفتی که گف 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 چه کار سختیه ولی گف گف چه کار سختیه خب برم از الان شروع میشه دو دقیقه برو چی کارش کنم اینو؟ آها تو حرف نزد تو با مری برف میاد میخوابی خیلی بدجوری داری میگی من میدونستم این باله میرخصه نمیدونستم اقل زیبا میرخصه بسکتباله آها اوکی متکاز بالشه موجیه برعکس برسید جیکوه آقا حرف زد قبول نیست حرف نمیزنم مشیه خیلی راحته تموم شد جوری کمک کن چقدر مونده؟ 10 ثانیه 9 8 7 خیلی بد ایمیتیت میکنه نمیشه 4 گفشی آخی آه افتضاح زدم من بلدم من میتونم بگم شما بکن ما چی میشه؟ باشه باشه دبل میشه دبل میشه هر کاری من گفتم میشه دبل میشه خیلی راحت دبل میشه خوب گوش کن آها بذار آماده ای
سی ثانیه بخوابیم چورت بزنیم گپ نگیم خواب شب انگشتر حلقه حلقه یلدا حلقه یلدا شب یلدا پنج نفر گفتم من خانواده رو نمیخواستم برو گوشو شما خانواده رو خیلی زیبا من میگم آقای لواستانی چی میگی؟ آقا من پیروت برات میاد من میخواست من رفتم تو مهتاب فرمان جا رفتم تو قرص مهتاب چشش به ویگن افتاد یادش آهنگ مهتاب و مهتاب فرا برو شمایی من که کردم دیگه چند بار نه اون نوبت منه اون بود خب بذار من اینجا بشینم حرف نزن پیش پیش نکن چشمه یه چیزی داری میزنه یه چیزی داری درینک آه شامپاین شامپاین منفجر شد بابلی یه چیزی داری تکون میدی یه دفعه منفجر میشه میخوری چی رو میخوری؟ مشروب میخوری قورت میدی بعد نمک و فلفل میذاری میری بالا تکیلا میخوری چی میخوری؟ نوشیدنی میخوری نوشیدنی میخوری نوشابه هست دوغه دوغه آبلی دوغه آبلی گود جاب از پایین رسوندن ها رسوندن به چی رسوند؟ اونا هم که نمیدونن چیه اونجا یه نفر گفت دو اونا داشتن میگفتن آقا باریکلا خدا باریکلا نمیتونه بگه تالنت فرامرز بود بگه گفتم از اونجا نه به این میرسوندن چی رسوند به من شما تالنتش داری آخه چی رو میدونستن نه چمشک تو دل... آقا من فکر کردم تو تالنت داری این درکش ضعیفه من فکر کردم تمشکه ششمک ما تموم شده بیه شمشک بود شمایی بله چی شد من دبل میشم نه خیر من بل بکن بیا ببینم من نگاه کن با کی الان باید ببینم به ایشون چی داده باید من ببینیم من باید ببینیم ببینم خب کاری نداره باشو کاری نداره باشو بگو آقا باشو اول شما بگو خیلی سخته آقا راحته حاضری بگو من فهمیدم من هم حق نیست اون دنیا افتاری سهری کسی که میمیره غذا میدن بهش چی بعدش این آش پشت پا شام سخت میشه این فقط غذا رو میفهمم الان میکنم روزه افتاری سهلی چقدر مونده چقدر مونده زخم مده زخم اشتها شما بگیرین یه چیزی میخوری چی میشه؟ فلفل؟ ستایی کمک کنیم دیگه ستایی بلنگ آقا بگو ستایی آها کجا بدن میشه؟ کجاش میشه؟ کل پاچه؟ نه سیرم شیر دیم؟ بریکلا!
آخه خواب میاد اون دنیا نیست. گفت یا نگو نیو یرزی به امسال با این تالنت بخوایم ما آهنگ بخوریم با هم دیگه. پانتومیم قرار بازی کنیم نیو یرزی. ولی شاهکار این بود. آقای ابر قاسمی داشت اینجا چیز میکنیم. میدونم دارم میبینم. میگم یه چیزی بگو بابا. نه بچه هر دوست نداره بزنیم. میبینم. خیلی باحال. به افتخارشون فرامرز عاصم آرمین. مرسی مرسی مرسی. Thank you. Thank you so much. داستان جالبیه بین این تلفن‌های جدید و قدیمی آیفون. صبح که از خواب پا میشی قیافت مثل که شبیه همیشه نیست. ما صبح هی اینو نگاش میکنی هی نمیفهمه، هی میگه کد بزن، من دارم این داستش چیه، هی اینجوری خوابیدی خب دیگه تلفن میشه، هی میخوای تلفن بزنی هی نگاه میکنی این نیستی. آره اصلا این شباهتی مثل که صبح نداره. میگم وایسا سب کن سب کن، میرم تو دستشوی خودم درست میگم بر میگردیم نگاه میکنی باز میشه میگه هلو. ولی یه مسئله داره، یه مسئله داره، خیلی بعد این امنیت نیست. شما با اون یکی آیفون های دیگه انگشتو میذاشتید، بالاخره اگه یکی میخواست تو خواب باشی باید یه اینجوری فقط میگیرن باز شما میشه. تا خانمتونی کار کرد چشتو ببند. نه باز میشه. نه باز نمیشه. باز میشه. من تست کردم. من تست کردم. نه چشتو ببند. آقا من صد نگاه کاری برو کن. نه باز میشه. باز میشه الان بکن. نمیشه. باز میشه. باز نمیشه. اینا به مالو چشمو میبرن. نمیشه. آقا من آقا من امتحان کردم. اینا ها. تو باز کن. اینا ها. چشمو میبندم. چشمو میبندم. نگاه کن. باز شو. خب دیواره چشتو باز کردی. نه. بده آقا اینها بده من بیا. بده من بیا. بده من بیا. تو چی شده ببن بیا. تو چی شده ببن بستی صبر کن وایستا صبر کن تو مود خواب برو خب پاشو 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 نزدی باز شه نشد که نه این یارو رو باید بزنی بره بالا نه خودش که باز نمیشه سیاه حالا نگاه کن اینجوری که باز نمیشه. آره ولی شما نه از پایین من نگاه بزن... میکنم نه باز شد نه از آمال شما رو گرفتی که ما رو به افتخار آیکیو یه دستی بزنید با تلفن خودش گرفته من رو باز شد بیا باز نمیشه ولی با چشم بسته باز نمیشه آقا من خب آماده هستی نمیشه عزیز من نمیشه چون تو نمیشه نمیشه Are we ready? حاضریم 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 در این قسمت از برنامه هنرمند رو خدمتتون معرفی کنم که کارهای او نه در خارج کشور فقط بلکه در داخل کشور هم قابل تحسین هست و موزیسین ها همه با او آشنایی دارند با کارش با سبکی که آورده و یکی از هنرمندان نازنینی است که با هم آشنا شدیم در خارج کشور در آمریکا در لس آنجلس و دوست داشتم که شما هم با او بیشتر آشنا شید چرا که هنرش و سازش مطمئناً مورد توجه همه شما قرار خواهد گرفت. خانم ها آقایان سلمان محمدی. خوب هستید؟ سلام 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 خدمت همه عزیزان. میگم از اینجا چرا همه چی خوشگل به نظر میرسه؟ چرا؟ یه جوریه نور شینا. خیلی خوب. تا حالا مصاحبه تلویزیونی اینجوری داشتی یا نداشتی؟ با مردم باشن؟ نه نداشتی؟
حست چطور الان؟ عالی. عالیه. فقط به من اجازه بدید حرفم بزنم. حرف بزن. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم دوستشون دارم. خب بگو. خوشحالم در خدمت شما هستم. پشت بودم داشتم یه شیطنت میکردم با آرمین. بعد چجور شیطنتی؟ نه بابا اونجوری نه. آخه زن زیبا رو خون. بعد من بهش گفتم که بابا اینم ساز شد ما انتخاب کردیم. گفت چرا؟ گفتم هر جا رفتیم برنامه اجرا کردیم، اومدم ماشینم روشن کنم یه سبد با نخ اومد پایین. یکی گفت ننه اون شماره تو بده. خب چون به خاطر سازه، به خاطر سازه دیگه، تار میزنم به خاطر همونه دیگه. ولی دیدم امروز تو تمرین دیدم تارو انداختی گردنت. من تا حالا ندیده بودم کسی تارو بندازه گردنش. این ستار الکتریکه. آه ستار بودی. این ستاره بود. آه ستاره. آره این سازی که خودم درست کردم. از پشتش هم نگات میکردم فکر کردم تاره. نه نه. آه ستاره. آره دارم میبینمش. اینو خودت درست کردی؟ بله. یعنی چی خودت درست کردی؟ سال 88 در ایران به عنوان اختراع ثبتش کردم. در نمایشگاه ساز ابداعی بودم. یه آلبوم باش دارم در رادیو جوان به نام پنجره رو به جهان. و کنسرت های زیادی چه داخل چه خارج هم باش اجرا کردم. دوست دارم به من بگی که حالا چه کارهایی کردی یه مقداری دوستان بیشتر با کارت آشنا بشن. خب من تحصیلاتم موسیقیه، فوق لیسانس موسیقی دارم، تئوری و آهنگسازی خوندم، در کشور روبانی خوندم. خب بیشتر کاری که کردم اینسترومنتال بوده، ولی خب کار ارکستر بزرگ هم با آقای همای انجام دادم، به نام یزدانش رو براش ساختم. خب بیشتر به عنوان نوازنده کار کردم. زمانی که اومدم اینجا خب کنسرت آقای عارف رو در کوداک تیتر باش بودم، با آقای موین کار کردم. اتفاقا امروز یکی کار جدید آقای موین رو رفتم ریکورد کردم، ستارش رو زدم. البته کافیش رو آوردین پخش کنید. خب دو تا آلبوم دارم تو موسیقی که یه دونش هنوز ریلیز نشده و سه تا کتاب نوشتم به نام تئوری و شناخت کوکای متداول موسیقی ایرانی و شناخت فواصل موسیقی ایرانی و تغییراتش در 100 سال گذشته و نواهای ماندگار، که کتاب تئوری و شناخت کوکای من کتاب دانشگاهی است در ایران، دانشجوهای موسیقی میخرن و ازش استفاده میکنن. بسیار. یه سوالی همیشه حمید عزیز داره، شما وقتی ساز میزنید جای تو که درد نمیگیره؟ نه چرا، من حالا این سوال ایشو میکنم، ولی تار اینجا تون باید درد، ساعدتون بیشتر درد میگیره نه؟ چون اینجوری میزنی؟ جوابشو بده، هیچ اشکال نداره. والا این تو بچگی ساعدش درد یه جاهامون میسوزه. میسوزه وقتی تار میزنید. آخه وقتی شما ایشو سوال کردن، من سوال کردن نظر ما جان. نه جدن ببین، کسی که ضرب میزنه خب اینجاش درد میگیره دیگه. ببین عموما نوازنده ها یه آرتروز خاصه میگیرن، بستگی به نوع سازشون طبیعتاً، به خاطر اینکه خیلی استفاده میکنن یه آرتروز های خاصه میگیرن، انگشتاشون دفرم میشه بعد از یه مدتی. و آرتروز نوازنده تار و ستار چیه؟ مثلا الان انگشت من یه ذره تابیده شده. او تابیده شد مثلا دیگه صاف نیست، اینجوری میشه، اوریب میشه. کدوم انگشت؟ انگشت اشاره یا همه؟ همین انگشت، همین انگشتی که پرده ها رو میگیریم به مرور کج میشه. بعد تار و ستار، راست دستی یا چپ دستی؟ من راستم. راست دست هستی. کسی که چپ دسته میتونه باز دوباره تار و ستار، فقط آقای... سیما رو عوض میکنن. آقای مجید درخشانی نوازنده خوب تار و ستار، چپ دستن ایشون، فقط سیما رو عوض میکنن. فقط چه سیما عوض میشه؟ بله. فرق نمیکنه. وقت صدای ستار اگر الکترونیک باشه یا الکتریک باشه آیا صداش فرق میکنه؟ اصلا کلا مبحث الکترونیک با اکوستیک کاملا دو تا بحث سوایی است. آخه. مثل پیانو و کیبورد دو تا مبحث جدایی است. الان ستاره الکتریک هم اینجوریه، یعنی
وقتی به صورت دیفالت استفاده میکنی صدای شبیه ستار داره ولی یه ذره خوشتر چون اون رزونانس رو نداره. ولی وقتی که از افکت استفاده میکنید از صداهای مختلفی میتونید استفاده بکنید و این صداها صداهاییست که فرکانس رو میگیره در اون افکت و صدا تغییر میکنه، اصلا یه ساز دیگه ای میشه. مثلا من با ستار خودم بوزوکی میزنم، تو کنسرت ها زدم، باقلاما ساز ترکیه رو میزنم، خود ستار، حتی گیتار الکتریک هم میتونم باش بزنم. یه سوال پیش میاد باز دوباره، ستار خب یه سازیه که من نمیدونم الان که توی وست کردی آیا صدای آکوستیک گیتاری رو میده که بهش پیکاپ داره؟ نه یا اینکه صدای الکتریکال گیتار میده؟ دقیقا مثل الکتریک گیتار هست. اوکی؟ بله، چیزی صدای الکتریک گیتار میده؟ طبیعتا ببینید یه پیکاپ الکترومغناطیس هست. آها. چه در گیتار چه در ستار الکتریک، این پیکاپ الکترومغناطیس فرکانس ها و لرزش های ارتعاشات سیم رو تبدیل به جریان الکتریکی میکنه. ببخشید، کسی دیگه غیر از سلمان محمدی هست در ایران که ستاره الکتریکی بزنه؟ بله، دوستانی هستن که چون من خودم ایران یه شرکت داشتم. تو خودت اختراع کردی؟ بله، سندش مال من تو ویکی‌پدیا به نام من ثبت شده. دوستان اگه دوست دارن جزئیات بیشتری رو بخونن میتونن تو ویکی‌پدیا. از تو بعد بخرنش؟ اگر سفارش بدن بله براشون درست میکنم. تو درست میکنی؟ بله. یعنی شخصی درست میکنی؟ بله، با دستم درست میکنم. با خودت؟ با دستات؟ والی شهرزا، والی پرسیار عالی. ستار درست کردن و الکتریک چند وقت تخت میبره؟ اگر یعنی در حال حاضر که امریکا هستم یه ذره امکاناتم کمه برای ساخت، حدود 10 روز آخرین سفارشی که داشتم 10 روز بهش دادم. شوخی؟ 10 روزه؟ بله. سیماش فرق میکنه دیگه. نه ببینید، سیمایی باید باشه که اون ارتعاشات بتونه ایکاپ. بله، از سیمای گیتار الکتریک استفاده میکنیم. بذار چیزو سیکرت باشه دیگه، نگیم بقیه شد. نه خب کسی که بگیره متوجه میشه دیگه. آره. بس من همیشه سوالم این بود، چرا به این میگن ستار؟ 4 تا سیم داره. آره، چرا ستار؟ مثل چاره مثل سرای شاه بود، چار را بود بشنه سرای شاه. مشکل ما ایرانی هاست. نه ببینید، مثل 33 پول. اون 33 تا پوله. خیر، چرا؟ آره اون 33 پوله. ببخشید سلمان جان، حالا من بگم این فکر شمشک دو شاپر سلمان جون یه رفت. آره رفت بودش گفتم اون تو این که اینجوریشو نهیده تا حالا. نه الان رفت اصفهان سلمان. خب بگو چرا بهش میگن ستار؟ حدود 400 یا 500 سال پیش یه درویشی در حاشیه کویر ایران زندگی میکرد به نام مشتاق علی شاه. بله. که مقبرش الان در کرمان هست. این یه سیمی رو به ستار اضافه کرد، بعد اون سیم به سیم ستار بوده. دقیقاً اون سیم از پایین سومی به حساب میاد، به سیم مشتاق در ستار معروف هست. چه کار میکنه اون سیم؟ و چون این دوتا سیم آخر رو به صورت مضاعف هست، یعنی دوتایی با هم میزنن، یکی یه دونه دوتاییه، به خاطر همون اسم ستار رو روش گذاشتن. ولی اون دوتا ما به صورت نوتهای مختلفی اونو کوک میکنیم که بتونیم به عنوان یک کورد ازش استفاده بکنیم. من یک کاری دیدم از سلمان که پرواز همای اجرا می کرد. بله. دوست دارم به من بگی که این کار چه بخشش مال تو بود، چون دیده بودم که نوشته پرواز همای و سلمان محمدی. چه کارش تو کردی؟ با یه ارکستر بسیار بزرگ. بله، با ارکستر سمفونی بود. رهبر ارکسترش هم آقای انریکو جرولاس، نابغه ایتالیایی که با پاوراتی کار کرده. این آهنگ مال من بود، آهنگسازش من بودم و تنظیم ارکسترم با من بود. ولی برای اجرای نهایی پارتیتور هم خودت نوشته بودی؟ بله. خود همه ارکستر. بله این کارو میکنم. بله، کار سختیه. بسیار. این کارو با نرم افزاری انجام میدیم به نام سایبلیوس. من میشینم فکر میکنم، مینویسم. ببین یه چیزی رو بذار من صادقانه بگم، من دوران سختی رو تو زندگیم گذروندم تا به اینجا رسیدم. چرا؟
خب من 14 سالم بود چون من میدونید که مال اطراف شهر رودبار هستم. رودبار؟ بله. خب زلزله رودبار. بله تو زلزله خب من خیلی از عزیزامو از دست دادم و پدرم رو و شرایط خیلی سخت. در زلزله از دست دادی؟ نه بعد از زلزله، ولی پدرم 44 سال داشت فوت کرد. یعنی در سن خیلی کمی فوت کرد و خیلی شرایط سختی بود. من زمانی که دانشجوی موسیقی بودم پول نداشتم پیانو بخرم تمرین کنم و حتی پول نداشتم کیبورد بخرم تمرین کنم. کاغذ رو به صورت کلیدای کلاویه پیانو در آورده بودم، روی میز میذاشتم و توی ذهنم پیانو میزدم و این در گذر زمان قابلیتی رو به من داده که من میشینم اصلا به ساز دست نمیزنم، توی مغز من سازها میزنن و من مینویسم با کامپیوتر. بابا به تو بدم این کارو میکرد با کاغذ نمیکش؟ نه تو مغزش. آه تو خب... تو مغزش میزد. بله آره دیگه خیلی همین دیگه. کسانی که به خصوص کسانی که ارکستر بزرگ کار میکنن بیشترش با مغزشون هستش. من خیلی عذر میخوام ما چون خیلی سنگین شده بحث و من متاسفانه مغزم یه اصارت کوچیک لازم داره. ما بچه که بودیم میخواستیم ماشین سواری کنیم دو تا دمپایی میذاشتیم با یه بشقاب. یادتونه شما همین کار با پیانو انجام میدادید. ما اونجوری تمرین ماشین سواری میکردیم، خیلی می‌خواستیم چیز کنیم، یه چیزا می‌گرفتیم دستمون دلده عوض می‌کردیم. بعد وقتا با می‌شدیم این بشقاب رو می‌گرفتیم می‌دویدیم تو ماشین می‌چرخیدیم تو چیزا. اشتباه میگم؟ نه شما نمی‌کردید این کارو؟ خب من پدرم معدن کار می‌کرد، ما من کوهستان بزرگ شدم. بله ما می‌رفتیم تو پشت تراکتور می‌شدیم. نه تراکتور نبود، میرفتیم مثلا خر یا اسب مثلا پدر بزرگ فامیل اینا رو کش میرفتیم سوارشون میشد. بیا دیگه بفرما براو. ولی خود خر رو خود اسب رو رو جارو سوار نمیشد. نه جارو نه. شما هیچ وقت این کیپ نبستین به بدنتون مثلا سوپرمن بشین یا چیز بشین تو خیابون تو چیزا بدوین؟ همین از کارو کردن دیگه. تو خیابون سوپرمن شدی؟ سوپرمن نه تو خونه. تو خونه سوپرمن شی نمیشدی شما؟ میگفتن علی سوپرمن رو بر. آقا ببخشید من ببینید از کجا شما رو آوردید کجا. من از شما واقعا وقتی بزرگ شد دیگه نقش سوپرمن بهش نمیخورد، کینگ کونگ رو بازی کرد. اینا راست میگه. آره برای همین هیچ وقت هنگ کونگ نمیرم، هنگ کونگ میگن کینگ کونگ اومد. ولی بله میفهمم. سلمان عزیزم خیلی من خوشحال شدم با آشنا شدم. من اولی باری که درباره تو شنیدم یادم یاد یه مصاحبه داشتی با وایس آف امریکا. بله و اونو من دیدم، اونو بخشی از اونو دیدم و بعد خوشحال شدم که اومدی به امریکا. و سخت نیست که در امریکا زندگی میکنی به خاطر کار سازی که داری و یه مقدار برای مردم امریکا غریب است این ساز؟ خب طبیعتاً آیا مشکل بود اگه در ایران میموندی؟ ببینید شما در ایران به خاطر سیستمی که هست برای گرفتن، یعنی هر کنسرتی باید شما 7 یا 8 تا پرمیت بگیرید و این نفس شما رو میگیره بره. بعد سانسور هست، اینجا نیست اونجا نیست، این ساز نه اون ساز نه. میدونید مثلا روز کنسرت بیس گیتار رو نذاشتن بابا بزنه، میگن این جزو قوانین ما نیست. میگن بابا این نباشه روت ماست، یعنی اصلا پایه کار ماست، ما نمیتونیم بدونین. میگه بابا خودت استاد یه کاری بکن. میگم بابا من تار میزنم من که نمیتونم. به هر حال خیلی نفس آدمو میگیره. ولی خب سلیقه های مردم داخل ایران با اینجام فرق میکنه. یعنی من الان تازه دارم با سلیقه مردم ایرانی هایی چه فرقی داره. خیلی دوست دارم اینو بدونم که مردم داخل ایران سلیقه شون با خارج از کشور چه فرق میکنه.
خارج از کشور ایرانی یعنی ایرانی در آمریکا مثلا یا آره چه فرقی میکنه؟ ببین ایرانی های داخل ایران بیشتر دوست دارن که آهنگای آروم بزنی، نوستالژیکه یا غمگین. ولی اینجا شما ساز وقتی سازتون رو در میارید از کیس، همه عین کابوی ها بشکناشون اینجوری در امریکا آماده است که بله، میگن یه چیز بزن ما برقصیم. من امشب این کارو میکنم دیگه برات. بابا بشکنیم. من پشت سر کسی نباشه یه آهنگی یا کاری از فقیر زولاند با ترانه یکی از بزرگان ترانه سرای ما میگفتش که من اینو که نوشته بودم و این موقع بگو ای یار بگو، بعد میگه از سر بلنده تا سر دار بگو، بعد میگفت توی سهره ایوی بالا پایه میپره و میرخصه، من داشتم در باره دار نوشته بودم چون مردم دوست دارن ایدم اینجوری اجرا میشه. ولی آره ما ما ملتی هستیم که با وطن میمیرن برایت بشکن میزدیم و میرخصیدیم. البته در شعر و موسیقی ایرانی یه تضاد شدیدی وجود داره. مثلا شعر میگه دل شده یه کاسه خون همه میرخصن، میدونی؟ یعنی این شعری تضادی با اون موسیقی داره. یعنی عموما شعر ما را دیگه دوست ندارم به هم هدیه میکردن. اینجوش نهیده بودی نه؟ نه سلمان اینجوش نهیده بودی. آخه یه شبی با آقای قادری بودیم، عباس قادری، بهش گفتم این آهنگ جاجرود دیگه در خون، امشب اون شب اومدم در خونتون نبودی؟ نبودی. گفت چرا؟ گفتم یاری که تا جاجرود با کسی دیگه بره به دردت نمیخوره. گفت دیگه نمیخونم. من یه داستانی یادمه، برمیگرده به شاید 3 دهه پیش، که آقای علیرضا میرقاسمی با دوستی، حالا اسمشون رو نمیارم به خاطر دلایل مختلف، که تار خیلی خوب میزنن، گفتن که اگه میخوای متفاوت باشی تارو مثل گیتار به خودت آویزون کن. ایشون گفت من از این جرأت ها ندارم، چون توهین میشه به کسانی که تارو بدین وز درش میارن. فارسی حرف میزنه. نه دنبال کلمهش میگردم. آها. چون میدونم مطلب مشکل بدین گونه جا؟ بدین گونه میزنم. بدین گونه آره. نه داره. نه این گونه ها، گونه. گونه. آره. بعد الان که شما ستار رو برداشتید الکترونیکش کردید، مطمئنن یه سری از شما ایراد میگیرن. تو نمایشگاه سازه ابتدایی بودیم، ابتدایی که بودم سال 88 با استاد شجریان، خیلی ها میمدن توهین میکردن به من. توهین میکردن؟ بله بله. پس فوشخورت ملسه. عادت کرده. یعنی عادت کرد. چی میگفتن؟ میگفتن تو نمیتونی ساز بزنی، اومدی مثلا قرتی بازی میکنی یا مثلا مسخره بازی ها چیه در آوردی. یا چه سازهایی میزنی سلمان؟ خب تار و ستار که سازهای اصلی من هستن، ولی باقلاما میزنم، ساز ترکیه است. تو دوران خدمتم 2 سال ساکسفون آلتو زدم، یه باش آشنایی دارم. با پیانو کم و بیش برحال کار آهنگ سازی میکنم خونه. امشب برای ما چی داری؟ امشب براتون 4 تا کار آماده کردم، همه تنظیم خودمه. یه کار جالبی کردم که حدود 9 دقیقه است، براتون امشب آماده کردم. تقریبا ایرانگردی با موسیقی محلی ایران با دیجی، که تنظیم خودمه، خونه تنظیم کردم برای امشب اختصاصی و هیچ جا اجرا نکرده بودم اینو. و یکی از کارهای خودم هم هست که اگر فرصت بشه حتما براتون اجرا کنم. بسیاری. من قبل از که شما ببندید، من میخوام 2 تا سوال بکنم. قبل از این سوالم میخوام از این سوال رو من میکنم اصلا جسارت نباشه و به هیچ عنوانم، منظورم به هیچ چیزی نه توهین، سوال دارم و کنجکاو هستم و برای همین از کسی که بپرس مرد نه، این باید من این قسمت رو بگم چون مهمه برای کسانی که اهل این کار هستن، نمیخوام خدای نکرده ناراحت بشن، ولی این یه سوالیه که من 40 سال دارم در 2 بخشه. 1، چرا موسیقی ایرانی زمانی که میخواد زده بشه مدت زیادی روی صحنه وقتی پرده باز میشه اینا هنوز دارن کوک میکنن؟ من نمیفهمم. بین یه رو اینو چرا پشت صحنه انجام نمیدن؟
بعد یه عده میگن خب برای اینکه این چند متر میتونه با اون فضا و نمیدونم اینا چیز باشه. این یکی بگم اینو یا بعد یه سری دیگه من دوباره میگم بعد ساکت میشم. قسمت دوم اینه که موزیک آمریکایی رو که خارجی رو که شما گوش میدید در عرض چند ثانیه موزیک میزنه میره سر اصل مطلب و خواننده میخونه. برای ما بعضی ها خیلی طول داره، 45 ثانیه، 2 دقیقه. نه کوک کردن میگه، تا اینکه نه خوندن میگه. اگر لطف کنید حالا شما هم میتونید برای خوندنش هم 2 دقیقه 3 دقیقه میزنن تا هنوز بیاد. من با خیلی از دوستان خارجی که تو ماشین و اینا میشینیم دارن گوش میدم که بچه نمیخونه 3 دقیقه است داره میزنه. اینو این دوتا سوالی که با کمال احترام به تمام تو یه دقیقه باید وقت داریم و جواب بدیش. سازهای ایرانی چون از متریال طبیعی نچرال ساخته میشن، مثل پوست، چوب و سیم. ببینید ما در موسیقی ایرانی نتونستیم بروز بشیم، یعنی سازهای ما رو نتونستیم به تکامل برسونیم. سازهای ما هنوز از پوست استفاده میکنیم. سیمهایی که ما در موسیقی ایرانی استفاده میکنیم سیمهای صنعتیه، سیم ساز نیست. یعنی ما از سیمهای صنعتی استفاده میکنیم، یعنی هیچ کارخونه ای نیست که بیاد برای سازهای ایرانی سیم اختصاصی بزنه. به خاطر همین شما وقتی پشت سن کوک میکنی، وقتی میایید اینجا، پروژکتورها تاثیر میذارن و همچنین به خاطر اختلاف دمایی که وجود داره، چون این گوشی هایی که کوک میکنن چوبیه، بر اثر انبساط و انقباض شل و سفت میشن. فلامینگو گیتار اینطور نیستش، در اسپانیا میزنن نیستش. اوکی، این دلیل اصلیشه. یه دونم یه قسمتی از موسیقی ایرانی بهش میگم برداشت، یا در موسیقی غربی بهش میگم پرولود. این چیزی که خوان اول نوازنده روی سازی مانوری میده که هم دستش گرم بشه هم خودش رو آماده بکنه. به خاطر همون هم هست که یه ذره طول میکشه، ولی من امشب طول نمیدم. نه من خود سوال کردم دیگه. به ما هم دیگه با سلمان محمدی عزیز و هنرنمایی ایشون رو باید. Thank you.
قسمت از برنامه که همه ما منتظرش هستیم، حضور پرنده آهنین بال موسیقی ما روی صحنه و اجرای آهنگ‌هایی که او انتخاب کرده امشب تا برای ما اجرا کنه. خانم ها آقایان، فرامرز آصف. قربون شما، یه دونه سرپرایز کوچیک داریم برای علیرضا امیرقاسمی و سرپرایز بزرگ این وی و انشالله که این ورژن این آهنگ مثل ده فرمان حال خوبی بهتون بده. I love you. تقدیم به تو علی جون. هر کی که از عشق تو و جادوی اون چشات نوشت، انگاری از بر میدونست. آخه ببین چه خوب نوشت، نوشت به عشق دیدنت یه دنیا شد مثل بهشت. اما از عشق اون چشات از من نپرس که چی نوشت. میبینم صورتم و تو آینه، مالبی خسته میپرسم از خودم، این غریبه که از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شده. باورم نمیشه هرچی میبینم، چشمامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که این صورتکه میتونم ما صورتم برش دارم. میکشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه، منو توی آینه نشون میده، میگه این توی نه هیچ کس دیگه. جای پاهای تموم قصه ها، رنگ قربت تو تموم لحظه ها، مونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازت مونده به جا. همونیکه یه روز
میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، داری بی صدا تو قلبت میمیره. میشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنه، آینه میشکنه هزار تیکم میشه، اما باز تو هر تیکش عکس منه، عکس با دهنگ عجیبه هم میگن چشم امیدو ببر از آسمون، روزا با هم دیگه فرقی ندارن. بوی کهنگی میدن تموم نشون. از فرامرز آصف هر انتظاری رو داشتین جز این آهنگ رو. آخه هیچ کدومتون نمیدونین فرهاد واقعا در زمان خودش حرف اولو میزد، هنوز هم حرف اولو میزنه، هنوز هم خواهد زد حرفای اولو. وقتی که خیلی ها شطور رو رنگ میکردن و جفت قناری میفروختن، فرهاد حرف دل مردم رو حقیقی میزد. خانم آقایان، فرهاد دایی امیر قاسمی هست. فرهاد دایی این بزرگوار بود و هیچ کدومتون نمیدونستین. این سرپرایز من بود برای امیر قاسمی بزرگ. اول از فرامرز عزیزم تشکر میکنم، سورپرایزم کردی، مرسی، تشکر، ممنونم از محبتت. و یکی از آهنگایی هم که خوندی که من بسیار بهش علاقه دارم و آینه را همیشه دوست داشتم، کار حسن شمعی‌زاده عزیز، مرسی، خیلی ممنونم ازت. این یک ورژن جدید بود که Believe or not مستر داوود اردلان برای من تنظیم کرد که الان استرالیا است. بله، بیشترم داوود. و محمد عزیز خیلی قشنگ سعی کرد که این داستان جلو در بیاد و ازت ممنون هستم. یه دستی به افتخاریم بند بزنیم. ماشاءالله، beautiful. God bless every single one of you. Right on. Beautiful. میخوام امشب زیبای من عاشق تو و دنیا باشم، ببین که غرق آتشم از عشق تو چه میکشم، با در این شام مهتاب بمان که مستم و بیتاب، با
امشب در سشوری دارم وای با امشب در دل نوری دارم وای با دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم همه خواب و من بیدارم وای وای با شوری که در سر دارم وای با نوری که در دل دارم وای با دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم میخوام امشب شیرین من واسه عشقت فرهاد باشم نظار امشب با یاد تو مثل برگی برباد باشم ببین که غرق آتشم از عشق تو چه میکشم با در این شام مهتاب بمان که مستم و بیدار وای با امشب در سنشوری دارم وای وای امشب در دل نوری دارم وای وای دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم همه خواب و من بیدارم وای وای با شوری که در سر دارم وای وای با نوری که در دل دارم وای وای دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم همه خواب و من بیدارم وای امشب در سشوری دارم بای بای امشب در دل نوری دارم بای بای دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم همه خواب و من بیدارم بای 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 با شوری که در سر دارم بای بای با نوری که در دل دارم بای بای دنیا دنیا دوست دارم از عشق تو بیقرارم همه خواب و من بیدارم بای